خب سلام دوستان، صدای منو تو توییتر دارید؟ اگه دارید یه چیزی نشونم بدید. امشب می‌خوایم در مورد کوروش کمپانی صحبت کنیم. کوروش کمپانی چی کار کرد؟ چه بلاملایی سر ما آورد و چه اتفاقی رو دوباره با ممکن رقم بزنه؟ خب بریم ببینیم این یارو چی کار کرده. این بابا کیه؟ داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ من که ببینیم در مورد چی صحبت می‌کنیم. یهو یه بیزنسی تو کشور راه افتاده به اسم فروش موبایل با نصف قیمت بازار، یعنی نصف قیمت امریکا یارو داره موبایل تو ایران میفروشه. باید ببینیم که این داره چی کار میکنه، چه جادوگری پشت این قصه هست. و دو تا کمپانی هن که معروفن تو ایران، یکیشون کوروش کمپانی بود، یکی هم موبایل موسوی بود، که کوروش کمپانی امروز جمع شده و آدماش متواری شدن. آخرین خبر اینه که پدره بازداشت شده، پسره دبیه، با خانومش رفتن دبی. و آخرین ویدئویی که ازش اومده اینه که توی ساحل، نه کجا بود، توی چی هتل بود، پایین هتل نشسته بود و وکس هم کرده و یه آبی به بدنش افتاده و داشت آفتاب میگرفت. خیلی خب، بریم سراغ داستان کوروش کمپانی. اول ببینیم که چند تا رد فلگ داره. اولین رد فلگش اینه که داره قیمت نصف بازار موبایل ایران داره قیمت میده. رد فلگ دومش اینه که پولو از شما میگیره، کالا رو الان تحویل نمیده، میگه برو مثلا یک ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه بیا، سه ماه دیگه بیا. و از همه مهمتر رد فلگ اصلیش اینه که تبلیغات بسیار گسترده میکنه. یعنی تو بازاری که اقتصاد اوضاعش خرابه، یهو یه نفر پیدا میشه که نصف سلبریتی های مملکت رو زیر بغلشون گرفته، برش تو برده و دارمش تبلیغ میکنه. چی تبلیغ میکردن براش؟ از کی شروع کنیم؟ بذار اینو ویدیو رو ببینیم. ضرر نمی کنید به اینجا سر بزنید. ما هم که هنوز نایمده و حرف نزده خریدیم. و اکبر عبدی خواستم بخرم که از کوروش کمپانی خریدم و امروز اومدم تحویل بگیرم. امیرعلی اکبری نداشتم. چرا؟ ماشینتون به امزه چرا ایفاره سیزده نداشتیم؟ نه از این کچولو هم واسه پروماکسش داریم. پروماکسش داریم. کمپانی کوروش محبت کردم. خب بعضی وقتا برای تعمیرات گوشی و اینا که مثلا آسیب می‌بینه یا بیشتر ما رو دست بزنه. نه گفتم نکن این فیک باشه فرض. اون چه که توجه ما رو جلب کرد قیمت بسیار خوب شما بود. محسن ابراهیمی کیکی ابراهیم زاده، ها این خواننده. خیلی از دوستان هم اومدن اینجا و خرید کردن. و وحید امیری نمیدونم کیه، فوتبالیست البته تعریف کمپانی. پورعلی گنجی، مرتضی پورعلی گنجی، این کیه؟ چیکار است؟ فوتبالیست. شنیدم و بابت تعمیرات خیلی خوبی که دارید، بابت این یعنی میلیاردی هم مملکت دارن میگیرن، بازم سیر نمیشن. البته توضیح بدم که تبلیغات یک کمپانی قانونی کشور غیر قانونی نیست، ولی اخلاقی هم نیست. حالا توضیح میدم که اخلاقی میتونیم اینا گیر بدیم، ولی شما نمیتونید الان برید یقه اکبر عبدی رو بگیرید. آیا اکبر عبدی چرا آمدی تبلیغ کردی؟ چون کمپانی ریجستر شده بوده، وسط کشور داشته کار میکرده، پول تبلیغات داده، اونم رفته تبلیغ کرده. پس لذا این تیکش رو یاد باشه، یادمون باشه در مورد صحبت کنیم. فروش جشنواره جدیدتون برای حالا آیفون های 13 تون میکنم که حتما سر بزنم و خرید خوبش رو داشته. این قیمت مناسب به خاطر نبود اون یه سری واسطه هست. ببینیم مثلا چرند که وسط تبلیغ میگفتن اینو باید گرفت شلاقشون زد. قیمت مناسبتون به خاطر نبود واسطه است. یعنی یارو نصف قیمت آمریکا داشته موبایل میداده، چجوری واسطه رو تا کجا حذف کرده؟ تا خود کی حساب کمپانی اپل کی الان؟ وید کوک کیه که نمیدونم کیه، تا خود یارو حذف کرده. تازه 50% هم خانم محترم سرکار خانم الهام حمیدی که من نمیدونم کی هستی، چرا این حرف رو میزنی؟ اینا بده، میدونی؟ به خاطر همین در صورت که خب این کار همون کار چرن. خب بریم جلوتر. خیلی تبلیغات گسترده ای میکنه تا
که این تبلیغات گسترده، مثلا تو یه سری آدما رو تو این لیست می‌بینی که این آدما هیچ نیازی به تبلیغات ندارن. من نمیدونم این چه پولی اینا گرفتن که اومدن تبلیغ کنن. مثلا من امین فردین و داداش الدنگ‌تر از خودشو میفهمم که یه مش کف دارن که دنبال پول مردم هم. ولی من انصافا بینی بین الله نمیفهمم که مثلا این یارو کیه، هادیه نمیدونم سایی رو نمیفهمم انصافا. مثلا هادی سایی تو چی میخوای داداش اونجا برادر من؟ بازیگرها رو میفهمم، فوتبالیستا رو که الدنگن اونا رو اصلا نمیفهمم، اونا جوونن هیچ مالیش نیست، اونا رو ولش کن. جواد هاشمی رو انصافا دیگه نمیفهمم، همه جا هست که این شهید میشه دست از سر ما برداره و نمیدونم به قرآن، یعنی این تا قبل شهادتش تو تمام کلاهبرداری ها تبلیغش هست. دیگه که نیوشا زیغمی مثلا، خب این بند خدا این یارو رو اصلا نمیفهمم. بیران بند این فوتبالیست کجاست؟ سامه پرسپولیس. مثلا این فقط تا اونجا که من میدونم یه دونه چه میدونم چیز داره، یه دونه رستوران داره که کل قیمت رستورانشه. بگو حالا مثلا این یارو چقدر مگه داره به تو پول میده؟ آقا بیا فکر کنیم اینا چقدر پول میدادن، 5,000 دلار، 10,000 دلار، چقدر پول داده به بیرانوند که بیرانوند اومده اینجوری تبلیغشو کرده؟ یه رقمی بگید آقا. یعنی من اگر بیرانوند بودم رقم تبلیغ من چقدر بود؟ حضرت عباس خیلی چیپن. بعد چی بگم آخه؟ بذار ببینیم. سلام، امروز در خدمت دو تا از بازیکن‌های خفن تیم استقلال هستیم. آوارش و من نمیدونم این فوتبالیست‌ها چجوریه با گونی جمع می‌کنن اینا رو. یعنی میره دم باشگاه میگه ما تبلیغ داریم دونه 10 دلار. همه میریزن تو ماشین. با کامیون هم میاردشون. دو تا رو علا خف کرده. گوش. اومدن از همون خرید کردن 4 تا دستگاه. ممنون از خریدشون. مثلا رضا شفیع جم رو انصافا من میفهمم چرا دنبال تبلیغه. خب این بنده خدا مثلا خب درآمد آنچنانی احتمالا نداره، پول آنچنانی هم در نیاورده، این اوکیه. یوسف سیادی رو میفهمم، جواد هاشمی رو نمیفهمم ها، چون هر بارم تبلیغ کرده کلاهبرداری بوده. دیگه کی مثلا چه میدونم این بنده خودم که گفتم هادی سایی رو انصافا نمیفهمم. بابا مملکت که دستتونه، سیاست رو که توش رفتی، تو همه چی پول در آوردی، برای چی اعتبار خودتو خرج یه مجموعه میکنی؟ سالی هایی رو لنده دیگه، وزه لگردی چنده مگه آقا فکر کردی؟ باشی یارو بالاخره وارد سیاست شده، بابا یه اعتباری دارن. حالا درسته که وزن اون پوستر رو ندارن، ولی اعتبار اون پوستر رو که باید حفظ کنن که آی تو سرشون. بریم جلوتر ببینم. ببین یه انواع اقسامی رو من دارم ببینم. بهرنگ علوی، نیوشا زیغمی، نیما شاروشایی، آقا کسی مونده نرفته باشه اینا رو تبلیغ نکرده باشه؟ خواهران منصوریان رو از کجا پیدا کردی تو؟ لعنت بهت، خدا شده کار سختی هم از پیدا کردن اینا. این کیه؟ رسید گوشه من، داداش امین فردین. من نمیدونم این الدنگ رو از کجا پیدا کرده. محمد فردین، گوش کن چی میگه. خب گوشه ما رسید، گوشه من وعده. یارو رد نوتیس داره تو ایران، داداش الدنگش داره اونجا تبلیغ میکنه. تو به داداشش ربطی نداره، ولی خب داداشه داره تو پیج امین فردین تبلیغ میکنه دیگه. گروش کن باشم امین فردین. دو تا خریده، یه دونه برای خودش. خب بریم ببینیم چی شد. نیما شاروخ شاهی، محسن ابراهیم زاده، صادق بوغی. بند خدا صادق بوغی الان داره فوش میخوره. بینی بین الله، خب صادق بوغی چه گناهی داره؟ این آدم نه رانتی داشته، نه نمیدونم الان من بگم یه پول بیت المالی رو تو فوتبال گرفته، نه بگم آقا سمتی تو حکومت داشته، هیچ. یه آدمیه که هنرش همینه که داری میبینی، کمپانی هم قانونیه. پس صادق بوغی رفته تبلیغ کرده دیگه، مسئولیتی صادق بوغی به نظر من نداره. سلام همیانان ایرانیان، مخصوص ایرانیان، من از رشت بوم تا تهران آیفون بینم.
بیا تا که برقرار دنیا من تو به عشق هم بسازیم. آو 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 بریم اون بالا و بالا بالا واسه هم قصد صدف بسازیم. آو 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 آو. من صادق بوقی رو میبینم گشنم میشه انصافا، یاد غذای شمالی میفتم، گشنم زیتون دلم میخواد، یعنی بشینم پا وسط زیتون و ماهی و فوف فوف لعنت بهتون. خب مثلا ببین یه سری الدنگن ها، مثلا کی؟ محسن افشانی الدنگ تمام لعنتی، همه جا بوده، این اولین تبلیغات قمار این بوده تا بعدش که اومد گفت من ضد قمارم و فلان، یعنی هر جای کثیفی هست محسن افشانی اونجاست. یعنی شما به صورت پیش‌فرض جهت این که مطمئن باشی هر جا این دیدی هست شما اونور جو وایسا، یعنی اگه نمیدونی شما برو اونور جو وایسا، کاری نداشته باش که این داره چیکار میکنه. ببین چی میگه استیس مثلا ضد انقلاب طوری هم اینجا میگیره، من نمیدونم چه دلیلی داره این ورژن مالیدن حکومت انصافا بی نظیره در این آدم اصلا نهادینه شده. حالا نگاه من اینجا لوگوی کوروش کمپانی رو هم میبینید، برای تبلیغ واقعا نیومدم چون قبل از من خیلی برای تبلیغ نیومدم چون رد میشده دیده خیراته پیرزن گفی خیابون گیر کرده دستشو گرفته برده اون برای خیابون خوش. بزرگان اومدن تبلیغاتشون رو کردن. اگر اینجا الان به خاطر این مطلبی بود که اخیراً شبکه منوتو معلوم الحال گذاشته، شبکه‌ای که سالها سیس رو می‌بینی تو رازت ادبیات رو می‌بینی اصلا داره برای یکی دیگه حرف میزنه، داره یه جای دیگر رو میماله، اصلا کاری با مردم و اینا نداره، اومده که بگه منوتو معلوم الحاله. گوش کی که سالهاست مشخصه داره دروغ پردازی میکنه و عمرش هم تا یک ماه آینده به بعد نخواهد بود، مشخصه قراره چی رو پوشش بده. اگر اینجا واقعا به خاطر اینکه دوست دارم رفقای جوون من به کارشون ادامه بدن، به هر شکلی بلدن، حرفه‌ای ان، خاکشو خوردن، این کارا هم میتونن آیفون ارزون بدن دست من و توی کاربر. این کجاش هست؟ آیفون ارزون میتونن بدن دست اینو کاری. مثلا چی؟ مثلا اینا کشت، همه کشت خاکی دارن، اینا کشت آبی دارن، لذا خاک دیگه مصرف نمیشه، ارزون تر در میاد موبایل. که خیلی از شرکت های رقیب، کسایی که چششو ندارن ببینن و سنگ میندازن جلوی این مجموعه و جووناش، دارن اذیت میکنن که با قیمت مناسب دست منو تو نرسه. یعنی من و تو انقدر عالم شدیم که میتونیم قضاوت کنیم توی اون گوشی چیه، یعنی پیش از من و تو نیستن آدمایی که حرفه‌ای ان، نهادهای مرتبطن که دارن نظارت میکنن، ما فقط داریم رصد میکنیم که میگیم آقا این گوشی خرابه یا نه. اشتباه نکنیم واقعا نون خیلی از جوونایی که اینجا هستن و دارن درست کار میکنن و نبریم. ضمن اینکه من خودم از اولی که این جور جشنوارا برگزار میشد رصد میکردم و مطمئن بودم شرکت های رقیب که دارن شبیه کوروش کمپانی کار میکنن به دروغ دارن کار میکنن، چه بسا اخبارشو شنیدین که کیا فراری شدن، کیا دارن از حسادتشون اذیت میکنن اینا. اما اگر من اینجا نه برای تایید کوروش کمپانی، به خاطر اینکه تایید شده هست، به خاطر اینکه اگر روزی اتفاقی خدای نکرده برای این مجموعه بیفته، دیگه من و تو نیستیم که قرار پاسخگو باشیم، هستن کسایی که جواب پس بگیرن، اما ایستادنشون و کار کردنشون و دیوایس و گجت و گوشی و تبلت دادن دست مردم کار ایناست که دارن انجام میدن. تمام دمشون هم گرم. سلام رو خط بزمه یه دقیقه محسن افشانی رو ببینم تو وب آموز ما یه چیزی از این نوشتیم، یعنی که یا شاد یادتون نمیاد با کی طرفید. بزمینم فوتبال هستش، علی شاوتیش رو داره برده میگه معتبره، من که کارشونه بلدن برن اونجا بازی‌ها رو پیش‌بینی کنن، فوتبال‌های داخلی خارجی اوت دقیقه چند همه اینا رو دیگه بلدید دیگه، خودتون برید اونجا پیش‌بینی کنید دیگه، پولش رو ببرید حلالتون دیگه، نوش جونتون دیگه. هم بابا اقسام بازی دیگر هم داره، میتونید برید بازی کنید. سایت کاملا معتبر، سایت معتبر قمار کی 13 آپریل 2018 جورجندی پیر شدی و حضرت عباس اینا پول در آوردن تو نشسته قور می‌زنی اونم عوض مملکت. بریم جلو. خب بریم سراغ خط خودمون. ببین اینجا چه اتفاقی افتاده، من از الان 11:50 به تایم ماست یه 20 دقیقه یه روپی یه توضیح میدم، اگر مال باختم هست با حفظ احترام آن مال باخته من توضیح میدم که چرا نباید یقه مال باخته رو بگیریم. ببین یه اتفاقی افتاده، اینه که یه کلاهبرداری رخ میده که بهش میگن چی؟ یعنی توی بقیه دنیا بهش میگن ارزان فروشی. ارزان فروشی توی ایران جرم نیست، البته من متخصصش نیستم، اینا که دارم به شما میگم بر اساس تحقیقاتی که من کردم، ولی من نه وکیلم نه متخصصش. چه اتفاقی، یعنی اون ترمشو نمیتونم الان قشنگ براتون باز کنم، ولی چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاق اینه، یعنی مدل کلاهبرداری خیلی ساده است و
و سالها هم تو ایران اجرا شده. یعنی شما میای یه چیزی رو پیش فروش میکنی، یه حجم گسترده از پول مردم دست تو میاد، این پولی که باید دست بانک باشه میاد دست تو، بعد حالا با این حجم گسترده پولی که داری بخش کوچیکی از مردم رو هندل میکنی. یعنی تو آدم هایی که پولشون رو گرفتی به سه دسته تقسیم میشن. کی؟ اونی که تو بهش محصول رو میدی، خب اون که راضیه، این آدم رو استفاده میکنی برای تبلیغات، برای اینکه بره جار بزنه، به به موبایل رو گرفت. دو، اونی که شاکیه. یعنی چی؟ یعنی باید 3 ماه موبایل بهش میدادی ولی الان ندادی. اون آدم حالا دوباره دو شاخه میشه، یا میره شکایت میکنه یا میاد فوشت میده. الان گروه مال باخته ها رو اگر تشریف ببرید میبینید مثلا عکس این بابا رو گذاشتن روش، نوشتن چیه شریفیان مادر فلان. این کل مثلا مبارزه شون با آقای شریفیانه، بنده خدا همین روزه این شریفی مثلا فوش مادر میدن بهش. بعد یه حساب کتاب میکنن میبینن مثلا ما 14 میلیون پول دادیم، حالا اگه بریم قوه قضاییه یه دورم باید پول وکیل بدیم فلان فلان فلان، و نمیرن. در حد همین فوش خارمادر قصه رو جمعش میکنن. خطرناکترین آدم ها برای کلاهبردار آنهایی هن که میرن قوه قضاییه. لذا جورجندی چرا تو همش میگی قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه؟ وصلی ها، وصلی این سیستم به حضرت عباس ما فهمیدیم ها. دیگه دم خروست زده بیرون. داداش من، عزیز من، نمیخوای بری شکایت کنی، فدا سرم، به کتف چپ و راستم، ولی تنها راهی که تو میتونی به یک کلاهبردار فشار بیاری و راه درستش طرح شکایته. یه بابایی توی کلاهبرداری دیگه که یه کلاهبرداری 3 مرحله جیب ملت رو زده بود، یعنی یه طرح پانزی اردود بالا جیب ملت رو زده بود، مال باختار کشونده بود تو طرح 2، تو طرح 3، اتفاقا کل اتوبان تهران شمال هم بیلبورد داشت، پانزی رسمی بود. این یکی باز راهی به جاییه. اینی که داری میبینی موبایلا اینا خیلی راهی به جاییه. یارو پانزی رسمی آوردود بالا، یارو بعد بازداشت شده، یک سالم گذشته، هادی طولوی 1 سال بازداشت. خب طرف به من مسیج داده، آی جورجندی من تو 3 تا پروژه بودم، الان به نظر شما با توجه این که این بابا باز داشته ما شکایت بکنیم؟ ببین اینو 22 دقیقه براش فوش نوشتم، 22 دقیقه تکست دادم چت جی پی تی جنریت کرده، گفتم فوش با این ادبیات با این کلام بساز 22 دقیقه یارو بخونه، فوش براش نوشتم. تو الان بعد 1 سال هنوز نمیدونی باید بری شکایت کنی، هنوز داری از من میپرسی؟ تازه به باموزم میخونده، میدونی یعنی داره بد کسی هم میپرسه، از داداشش نمیپرسه. پس دوست عزیز، تنها گروهی که برای کلاهبردار میتونن حادثه ای درست کنن و یه سنگی جلو پاش بندازن، دردسر درست کنن و برن، احتمالاً هم به پولشون، اولین گروهی هن که به پولشون میرسن، آنهایی هن که طرح شکایت میکنن. پس یادتون باشه طرح شکایت بسیار مهمه. اگر قربانی شدی این اتاق که خاطره است، ولی چه چیزی برای تو داره اگر مال باخته هستی؟ تنها درسی که این اتاق برای تو داره اگه صدای منو داری میشنوی، به جای لنگ و لگت زدن و داد و بیداد کردن و آی این مادرش فلانه اون خواهرش فلانه، برو یه وکیل بگیر و طرح شکایت کن. تنها گزینه تو اون موقعی که داشتی میخریدی ما گفتیم نخر، گوش نکردی، اگر صدای ما رو شنیدی، چون آدم های زیادی انصافا هشدار دادن، یعنی این جزء معدود دفعاتیه که آدم ها خودشون رو به خطر انداختن. چون شما وقتی که به یک شرکت قانونی وسط ایران میگی کلاه برداری یا میگی این ریسک بالایی داره، خودتو به خطر قضایی انداختی دیگه. یارو میتونه بره ازش شکایت کنه خیلی راحت. یارو فرار کرده از ایران، از من شکایت کرده، ما هنوز داریم میریم دادگاه جواب پس میدیم. خب پس این بارو من نمیپذیرم که هشدارا کم بوده، هشدارا زیاد بوده. میلاد نوری داده، بچه‌ای توی اینستاگرام هشدار دادن، هر کی رو که من میشناسم در مورد این موضوع هشدار داده، دمش هم گرم انصافا. اگر اونجا گوش نکردی باشه برادر من، پولت رفته، ولی امروز با فوش دادن و بریم آدرس ننه‌شو پیدا کنیم و متاسفانه یه خط اشتباهی که باز میشه اینجور مواقع هیجان بالاست دیگه، بریم در شرکتو بکنیم، مثلا یارو اصلا نیست، رفتن در شرکتشو
چکش و لغد و فلان مثلا خورد کرد که چی بشه؟ اون که رفته. این ملک مال یه بدبخت دیگه است. اون بغل هم یکی دیگه داره کاسبی میکنه، بالا هم یه بدبخت دیگه داره زندگی میکنه. برای چی باید بری خودتو خالی کنی رو اینا؟ اون پدر سوخته که الان دبی نشسته داره اشغال میکنه. شما باید بتونی بری الان سراغ این که قضایی این بابا شکایت کنی و رد نوتیس شو بگیری. تازه رد نوتیس رو بگیری هم گارانتی نیست که اینو بگیرن. باید صبر کنی رابطه ایران با امارات خوب شه یه روزی تا این پدر سوخته ها رو بگیرن. مثل الان که دارن یه مش پدر سوخته از ترکیه برمیدارن برمیگردونن ایران. ولی اون موقع هم به تو جواب میدن. کسی دلش برای تو قوه قضاییه نسوخته اگر نری شکایت کنی. یادتون باشه. لذا این رفتاری که الان راه افتادین دنبال ننه یارو بعد وقت چه گناهی داره؟ رفتن عکسشو در آوردن، خونهشو در آوردن، محل کارشو در آوردن. بسیار کار غلطی است. بسیار کار غیر اخلاقی است. اصلا تو این خط و مسیرا نرید، به جواب نمیرسید. یعنی شما برید در خونه یارو تو محکومی. بری به مادر یارو یه چیزی بگی تو محکومی. به پولت هم نمیرسی. اون یارو هم ننش براش مهم نبوده. اگر مهم بود که دزدی نمیکرد که. احتمالا برای ننه هم مهم نیست که پسرش غلطی میکنه. پس تو این خطا اصلا به هیچ عنوان ننه. پدرش هم من فکر میکنم چون شریک بوده بازداشت شده. پدر بازداشت شده آخرین خبری که داریم، خودش هم متواری است. بریم رو خط این که اینا چجوری کلاهبرداری میکنن سریع میگم. بریم ببینیم که مدل کلاهبرداری چیه. همونجوری که گفتم هندل کردن این مدل کلاهبرداری بسیار ساده است. چرا؟ چون حکومت توش وارد نمیشه به هیچ عنوان. یعنی توی تایمی از این پروسه که به شما گفتم حکومت به دستگاه ناظر ورود نمیکنه. لذا تو فقط یه گروه هستن که اذیتت میکنه. اونی که فوش میده رو که اصلا میتونی ازش شکایت کنی بزنی تو سرش. اونی که فوشت میده و پولشو میبخشه اونم که کسی صداشو نمیشنوه. خب میمونه اونی که میره شکایت میکنه. خیلی خب یه دونه موبایل براش میخری 40 میلیون تومان میدی بهش، اینجا 20 میلیون ضرر میکنی، ولی تو که ضرر نکردی در اصلیه. تو همچنان داری بخش عمده ای از پول مردم رو جمع میکنی. در همین فقره طبق آخرین استعلامی که مال باخته ها گرفتن نزدیک 2.5 همت هزار میلیارد تومان پول مردم جمع شده بود. حالا این پول الان کجاست؟ یارو چقدر برده، چقدر خورده؟ اینا رو من نمیدونم. این آخرین استعلامی که از حسابای شرکت گرفتن مالباخت ها گذاشتن تو گروه مالباخت ها. پس این مدل کلاهبرداری خیلی ساده است. قبلا هم میکردن، مثلا میومدن یه شهرکی میزدن میگفتن پیش فروش ویلا در فلان جا. یادتونه دیگه، من خودم حداقل 3-4 تاشو من یادمه. ویلای قو آقا بیا بخر. بعد من بدبخت مثلا زپرتی بیا برو مثلا با 1 میلیون تومان تو صاحب ویلا شو. منم میرفتم بدو بدو 1 میلیون تومان میدادم یه سهمی بگیرم. بعد اون یارو پولای ما رو جمع میکرد، خدافظ ده در رو. این مدل کلاهبرداری پانزی نیست، یه ذره یعنی ترکیبیه بین پانزی و یه چیز دیگه. بذار ببینم چی بهش میگن اصطلاحا. ببین اصطلاح انگلیسیش اینه advance fee fraud. یعنی چی؟ یعنی یه جنسی رو من دارم به تو ارزون تر از قیمت بازار میفروشم، ولی این جنس رو هیچ وقت به تو نخواهم داد، یا این جنسی که به تو میدم متفاوته. در اصل این جنسی به کسی نمیداده دیگه. اگرم به مثلا چه میدونم 5% آدم ها موبایل میداده، در واقع اون سرمایه گذاری برای ادامه کلاهبرداریش بوده، جنسی قرار نبوده به کسی بده. همونطوری که دارید میبینید در رفت. خیلی در مورد پانزی هم که دیگه نگم براتون دیگه، حالتون از پانزی احتمالا به هم میخوره. بس که صدای من شنیدید گفتم پانزی. به حضرت عباس اگه من میدونستم که اینقدر با در مورد پانزی حرف بزنم هیچ وقت حرف نمیزدم. یعنی این آخونده یه روزه پانزی دارم من که میزنم زیر بغل تعریف میکنم. کلاهبرداری پانزی، جذب سرمایه به هر روشی از شما ملت، به هر روشی یارو سرمایه جمع کنه و به شما وعده سود بده. سودی که تو همیشه توش سود میکنی، ضرری هم توش نمیکنی، بهش میگن کلاهبرداری پانزی. اینجا میتونه پانزی هم باشه، میتونه پانزیش پررنگتر باشه. الان تعریف پانزی هم هست. یعنی اون موبایلی که داره به تو میده در اصل یک سود سرمایه گذاریه، ولی خیلی پانزیش پررنگ نیست تو این ورژن. میتونه تبدیلش کنه به یه پانزی خیلی موفق. چجوری؟ همون کاری که یارو توی قزوین کرد، پیش فروش خودرو گذاشت
روز تحویل خودرو، عین همین، یعنی خودروی کشور رو تحویل میگرفت، از شما ثبت نامتون میکرد که من به تو مثلا یه پراید میدم، پرایده رو ولی تحویل 6 ماه دیگه میدم، ارزون تر هم میداد. ملت میرفتن پراید رو ثبت نام میکردن به این امید که 6 ماه دیگه یه پراید میگیرن، میرن تو بازار دو برابر قیمت میفروشنش. این کلاهبرداری در تاکستان قزوین رخ داد که همین امروز هم خبرش رو رسانه‌ها کار کردن که ملت ریختن تو خیابون و کتک خوردن و این داستان ریخته به همونجا دیگه. اون چی شد که شد یه پانزی کامل؟ زمانی که آدما رفتن ماشین رو تحویل بگیرن، یارو کلاهبرداره گفت آقا تو مگه نمیخوای سود کنی داداش؟ تو ماشین نمیخوای، تو اومدی سود کنی. کمان که شما تو این کیس اینجا هم کسی موبایل نمیخواد، این یادتون باشه، ملت اومدن سود کنن، اومده موبایل رو نصف قیمت بخره و سود کنه، 20 میلیون تومان سود کنه. میگه بابا تو بیا قرارداد تکمیلی رو امضا کن و از الان به بعد من به تو سود میدم رو اون 14 میلیونی که بهم دادی، رو اون 20 میلیونی که بهم دادی. اونجا دیگه میشه پیور پانزی که در قزوین شما شاهد هستید. رقم کلاهبرداری قزوین به واسطه عدم توجه دستگاه ناظر 200,000 میلیارد تومانه، هیچ وقت هم جمع نمیشه متاسفانه. حالا حالاها اون استان خونریزی خواهد داشت، مردم هم به پولشون نخواهند رسید. حالا حالا فقط میشه براشون دعا کنی. و اون پدر سوختم الان اومده بیرون و نمیدونم پا کامپیوتر نشونش دادن و میام درست میکنم. چی رو درست میکنه؟ پول ملت رو گرفته به خودش، تو خودشون پخش کرده، پولی دستش نیست درست کنه دیگه. کلاهبرداری پانزیه دیگه، 200,000 میلیارد تومان کلاهبرداری پانزی کرده. حالا حرفم تموم. این مدل کلاهبرداری کوروش کمپانی و کوف کمپانی و زهرمار کمپانی اگر خلأ قانونی تو ایران داره، من نمیدونم، باید بیان حلش کنن، ولی میدونم که در ایران چیزی به اسم ریز فروش، زیر فروشی، میگم ریز فروشی، مغزم پنگ کرده به قرآن، ما یه گرون فروشی داریم، یه زیر فروشی داریم، یه ارزون فروشی داریم. گرون فروشی که مشخصه، ارزون فروشی تو ایران جرم نیست، تو یه شرایطی جرم گویا، جایی که نمایندگی داره و نمایندگی قیمتی رو تصویب میکنه دیگه شما نمیتونی ارزون تر بفروشی طبق پالیسی خود اون کمپانی. بعد ما یه چیزی داریم مثلا زیر فروشی، زیر فروشی همین هدفشه، هدف جذب سرمایه است. یعنی میاد یه چیز یا جذب سرمایه میکنه یا میاد انحصار تولید کنه، که این انحصاره رو مثلا شما تو آمریکا زیاد میبینی. مثلا یه کمپانی مثل مایکروسافت اصلا حال کرده 600 میلیون دلار ضرر کنه، ولی کل آدمایی که سافتور مینویسن رو توی آمریکا جمع کنه، همه رو ورشکست کنه. لذا میاد مثلا یه چیز ساده، طراحی سایت رو که همه میگیرن 1,000 دلار، میگه من با 10 دلار انجام میدم. خب 10 دلار که مثلا یه کمپانی ساده تو آمریکا نمیتونه هندل کنه با 10 دلار، لذا ورشکست میشه. بعد انحصارش میفته دست مایکروسافت، بعد از اینکه مطمئن شد بازار خالی شد، حالا قیمت رو میکشونه رو یه 3,000 دلار. به این میگن انحصار، که امریکا خیلی جدی میگیره این بازار انحصار رو به خاطر غولای بزرگی که دارن اینجا نقش ایفا میکنن. و شما مثلا تو خبرها هی میخونی که مایکروسافت اینجا جریمه شد، اونجا فلان شد، و دستگاه ناظر اینجا خب داره عملکرد خوبی داشته تو این حوزه برای آمریکایی ها. توی ایران البته قوانین رو من نمیدونم. من یه مقاله خوندم، این مقاله رو فقط اینجا من در موردش، یعنی خلاصه‌ش رو میگم. یه مقاله هست که توی سایت گروه حقوقی فینولاس که گفته که زیر فروشی به فروش کالا یا خدمات با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده آن اطلاق میشود، میتواند در شرایط خاص به عنوان یک رویه ضد رقابتی در نظر گرفته شود، همون داستانی که گفتم. اگرچه در ایران ارزان فروشی به طور کلی به عنوان یک تخلف یا جرم در قوانین صنفی ذکر نشده است، اما در مواردی که عمل منجر به انحصار و حذف رقبا شود، میتواند تحت عنوان رویه ضد رقابتی قرار گیرد و مشمول مجازات شود. من مقاله دارم میخونم و کارشناس نیستم. به طور خلاصه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران، برخی رویه های ضد رقابتی جرم انگاری شده اند و قیمت گذاری تهاجمی یا دامپینگ که شامل فعالیت کالا
شامل فروش کالا یا خدمات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده است می‌تواند جور تلقی شود. بعد در نهایت بریم سراغ پارت دو. یه پارت دو یه پارت سه داریم که بعد از صحبت بچه‌ها می‌ریم سراغش. اول اگر اجازه بدین من آرمانو بشنوم. آرمان سلام. آرمان وکیل خودشو معرفی میکنه. آرمان جان سلام. محمد جان سلام. ارادت. بله من آرمان باباگلم، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و حالا میشه گفت فعال حوزه فناوری‌های مالی در بحث وکالت. خدمتتون عرض کنم که اون تحلیلی و حالا مقاله‌ای که خوندی درسته، ولی در زیرشاخه تخلف نه در زیرشاخه جرم قابلیت رسیدگی رو داره حتی به شرط وقوع. یعنی که جرم انگاری نشده این موضوع که بشه مثلا کسی به خاطر ارزون فروشی، ما نفس ارزون فروشی رو نمیتونیم در واقع جرم انگاری، یعنی جرم بدونیم، جرم انگاری نشده. یه موضوعی بگم در مورد اینکه چقدر امکان این وجود داره که اگه شکایت اتفاق بیفته. من دیدم که میلاد نوری عزیز که داشت در واقع ترغیب میکرد دوستانه به شکایت، نوشته بود توی توییترش که حتما از کسایی که تبلیغ کردن هم شکایت کنیم. به نظرم شانس بالایی داره این موضوع، به خاطر اینکه ببین الان ما اتفاق اول، دوم، سوم، پنجم، صدم دیگه بحث مربوط به پانزیو و حالا عملیات شبیه به این رو داشتیم و این بار از همه دفعات قبل آدم‌های بیشتری اطلاع رسانی کردن که این موضوع موضوع کلاهبرداری و آخرش به ختم به خیر نمیشه. همین الان که من اینجا نشستم یکی از دوستام که پزشک متخصصه بغل من نشسته میگه سه تا از همکارای تخصص من پزشک تحصیل کرده این مملکت رفتن اینجا مال باخته شدن. من اینو نمیبخشم دیگه. یعنی من اینجا بهش گفتم من به دوستانم تا میکروفون انگیزشون چیه آرمان؟ ترحم نداره. انگیزشون چیه؟ انگیزش سوده دیگه. انگیزش سوده. احساس میکنه باهوش زرنگه و مثلا یه اپورتونتی اینجا اتفاق افتاده که مثلا خدا بهش رو کرده و بقیه احمق هم که نمیدن کار بکنن. ببین؟ حالا من یه لحظه از این بگذرم، میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اون آدمایی که رفتن این قضیه رو پروموت کردن، اگر یک بار به شکل جدی باهاشون در واقع برخورد بشه و متوجه بشن که باید نسبت به تبلیغات و عددی که میگیرن پاسخگو باشن، من فکر میکنم که اتفاق خودش یه با یه مقداری از موضوع مربوط به یه دفعه پروژه مسخره اینجوری بیاد بالا رو میتونه حل بکنه. و این شکایت خیلی اینجا کلیدی که حتما از این آدم ها اتفاق بیفته. تو قانون خودمون ما بخواه اگر من این شکل رو بخوام بگم، ما یه چیز عنوانی داریم نام معاونت در جرم، عنوان که نیست در واقع یه حالا حالتی. حالا جان اگه حرفتو یادت نمیره ببخشید من تو حرفت میام، میخوام بدونم که این مثلا یه شرکت یه کمپانی قانونی تو ایرانه، ثبت شده است، مالیاتشو داره میده، ریجیستر داره، سرتیفیکیت داره، نمیدونم کوفت و زهرمار داره، وسط تهرانه، من رفتم تبلیغشو کردم، چرا چه ایرادی داره؟ الان چرا من میتونم از تبلیغ کننده شکایت کنم؟ بله ببین موضوع اینه، اتفاقی که داره میفته میگم یه شکل قضیه به خاطر اینکه شکل کلاهبرداری، یعنی متخصصین این قضیه که مثلا محمد جورجندیه خدایی نکرده منم چهار نفر دیگه دارن صد بار زنهار میدن، هشدار میدن، اطلاعیه میدن که آقا این موضوع اینه ها، این به این ختم میشه ها، این شبیه اون موضوع ایکس و ایگرگ و نمیدونم فلانه ها، ولی بازم اون طرف این کارو میکنه و منتج به این میشه. ببین ما تو میگیم معاونت چیه، بذار من این لحظه از مصداق خارجم برم رو مفهوم. میگیم معاونت در جرم وضعیتی است که یک نفر با عملیاتی که انجام میده موجب تسهیل وقوع اون جرم بشه. یعنی مثلا من میخوام برم سرقت کنم، یه نفر برای من کلید میسازه، یه نفر برای من نگهبانی میده، یه نفر برای من اینجوری چفت میگیره من از دیوار میرم بالا. همه اینها از مصادیق معاونت در جرم، به شرطی که وحدت قصد داشته باشه با کلاهبردار. یعنی منی که دارم تبلیغ کوروش کمپانی رو میکنم، موقعی که دارم این تبلیغ رو میکنم باید با کوروش کمپانی که میخواد آخر کار پول مردم و حپلی حب کنه یک نیت رو در سر داشته باشم. تحلیل این که آیا من یک نیت در سر داشتم یا نداشتم به عهده مقام قضاییه، به عهده بازپرسه. من اینو نمیپذیرم جسارتم به عنوان یک حقوقدان که امروز آقای مثلا محسن نمیدونم افشاری ایشون وحدت قصد نداشته. آیا شما پول گرفتی از کوروش کمپانی تبلیغشو کردی؟ فرض میکنیم که بله. آیا عنصر مادی جرم یعنی ربایش، یعنی دریافت پول، یعنی فریفته شدن در واقع اون آقایی که
اونجا حالا مثلا پولش داده و اینا اعتماد کرده رخ داده، بله. من به نظرم تو همین مرحله جرم به پایان رسیده، یعنی به نظر من این یه ذره نظر محبوبی نیست در بین حقوقدان ها اینو بگم، چون تفسیر در واقع به نفع متهم باید بکنیم، درسته که اینجا حاضر نیست ولی به قوانین میخوایم احترام بذاریم و حقوقش نمیخوایم آقای کوروش مثلا فلان فلان شده رو چیزش بکنیم، حقوقش رو نقض بکنیم. موضوع اینه، به نظرم میرسه که اینقدر به صورت common sense مشخص بوده که این ماجرا به کلاهبرداری ختم میشود که پذیرش این موضوع که آقا نه من قصدم این نبود که من قصد، حالا مثلا یه نفر مثل صادق بوقی و من میام آقا یه بنده خدا یه آدم نمیدونم 50 60 ساله احتمالاً کم سواد ساده فلانه، ولی یه نفر که در جریان کل باند بت ایران بوده مثل محسن افشاری اگه فهمش درست بگم، در جریان سایت های قماربازی بوده، در جریان نمیدونم بحث مرد رمز ارزها بوده، در جریان باند های مافیایی مربوط به این قضیه بوده، امروز بلنش بره برای من بخواد سفید کنه یه کمپانی رو، تو کت من اگر من بازپرس پرونده باشم نمیره، یعنی از این آقا نمیپذیرم، ولی شاید از علی پروین نمیدونم پروین بوده یا نبوده ها، ولی مثلا از علی پروین میپذیرم، پرسپولیسی نیستم و من مثلا اصفهانی هم سپاهانی هم فلان، یعنی میخوام چیز نشه، از نمیدونم یه نفر که متخصص تو این ماجرا نباشه جهلش رو نسبت به در واقع شما جهل به قانون، من یه توضیح خیلی کوچیک میدم یه عرضم رو سعی میکنم کوتاه کنم سوالی رو جواب بدم، ما یه چیزی داریم میگن آقا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، این درسته، جهل به قانون، جهل موضوعی و جهل حکمی به هم فرق میکنه، یعنی یه موقع است من نمیدونم که خوردن شراب مجازات داره و به خاطر اینکه اینو نمیدونم میخورم ولی بازم مجازات میشم، این میشه جهل به قانون. یه موقع است فکر میکنم تو این بطری آبه و آب رو میام بنوشم داخلش ودکاه، این میشه جهل موضوعی، با جهل حکمی فرق میکنه. من برای همینه که میگم این جهل رو باید نگاه کنیم، اگر به طریقی از انها به نحوی از انها مشخص شد که آقای افشاری یا امثال آقای افشاری از موضوع مربوط به اینکه آقا این قضیه بو میده و مردم دارن فریب میخورن مطلع بوده باشه، ایشون مصداق جرمه، در واقع معاونت، مصداق معاونت در جرم باید پاسخگو باشه. اگر نتونیم این موضوع رو اثبات بکنیم، البته بار اثباتش به عهده ماست، به عهده دادستانه، ما به عنوان شاکی و دادستان هر دو، این موضوع موقع مقدار سخت میشه و بالاخره دشواری های خاص خودشو داره. اگر حالا سوالی هست من خدمتتون هستم، سعی کنم چیزایی که مقدار کلی تر رو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون آرمان جان، با من بمون لطفا. میلاد هم من دعوت کنم بیاد بالا ازش تشکر کنیم به عنوان، ببینید دوستان یه نکته بگم، این حرف خیلی جدیه، من آمریکام اگر کاری هم دارم میکنم و اطلاع رسانی دارم میکنم حداقل در معرض این به در سوخته ها نیستم، اگر کسی هست که داخل خاک ایران داره به مردم هشدار میده انصافا ضریب 10 بهش بدید، ضریب 100 بهش بدید، دنبالش کنید، تشویقش کنید، ازش تشکر کنید، من اگر ازدودی میخوام میلاد بیاد بالا ازش تشکر کنیم همه با هم، شاید هشدارهایی که میلاد داده 10 نفر رو نسبت به این موضوع آگاه کرده. میلاد اگه صدای من میشنوی بیاد بالا که بشنویش. خب پارت 3 رو میذاریم در مورد موبایل موسوی و هشدار موبایل موسوی. این پارت من بازم تاکید میکنم هشدار دادن بسیار مهمه، درسته که آدم ها با انگیزهای مختلفی به حرفای ما گوش نمیکنن، ولی اونایی که هشدار میدن رو حتما ازشون تقدیر کنید که انگیزه داشته باشن. آقا یه وقتی یه دونه لایک، ببین من خودم چون این ورقه قصه هستم، یه وقتی یه دونه لایک شما به اون آدم انگیزه میده، پول که بهش نمیدید، این آدم خودش رو در معرض خطر قضایی داره قرار میده. تنها ببین این خیلی بده که کشور 85 میلیونی کلن دو سه تا اینفلوئنسر داره که دارن روی این حوزه هشدار میدن، این دو سه تا وضعشون اینه، یعنی هر لحظه در خطر 3-4 تا پرونده قضاییه. من که حالا آمریکا مثلا اتفاقی برام نمیفته، خیالم راحته، البته میرم برمندهمو پیگیری میکنم و یارو اما شکایت هم میکنه الان حسابای ما رو بستن، موبایل ما رو بستن، ولی اگه ایران بودم زندگی من مختل میشد. لذا میلاد رو گفتم بیاد بالا، هم حرفاشو بشنویم، هم من خودم مشخصا از میلاد تشکر کنم، باز هم برای دفعه چندم روی یکی از این موضوعات هشدار داد و به درستی هم هشدار داد. از میلاد تشکر میکنم. علیرضا پیش ماست، بعد میلاد بشنویم. میلاد جان سلام. آقا علیرضا پیش ماست تا میلاد میاد. علیرضا گویا مطلع تره تو این حوزه سلیبریتی ها و اینا. علیرضا رو سلام میکنم بهش. علیرضا رو بشنوید. بگو. آره آقای جورجندی ببین این روال اینا رو من یه بار توضیح بدم چون من کارم اینه. ببین
اینا من اگه یه دونه بخوان که حالا اینا یه راههای ارتباطی دارن دیگه، مثلا الان حامد زنگ میزنه به من میگه من میخوام فلان بازیگر بیاد فلان صرافی رو تبلیغ کنه، تو بهش بگو. مثلا عباس آقا اگه زنگ بزنه به فلان بازیگر، فلان بازیگر میگه برای این که مثلا تو خونم استوری بذارم 5 میلیون میگیرم، اگه بیام همونجا مثلا 300 میلیون میگیرم، مثلا توی همون محیط اونجا. ولی مثلا من به زنگ بزنم، اونایی که باشون ارتباط دارن زنگ بزنن، عدد فرق میکنه و پایین‌تر میاد. 300 میلیون چند دلار میشه؟ دلاری بگو. دلاری بخوام بهت بگم میشه فکر کنم حدود، ببین الان 1000 دلار میشه حدود 55 میلیون تومان. خب حالا دیگه خودت حساب کتابشو بکن دیگه. ببین اینایی که رفتن من برای تو تلگرام فرستادم، یعنی داریم در مورد 4-5000 دلار حرف میزنیم. آره ببین اسمی نمیتونم، اسمی تو تلگرام برات یه لیست فرستادم خب، ولی ببین اون لول 2 هاشون 100 میلیون گرفتن با یه 13 پرو. خب لول 2 هاشون اسمشون رو چند تا آوردی، چند نفرن که خیلی عجیبه حضورشون. یکی شاهین صمدپوره یا حضرت عباس که متاسفانه هر وری که رفتم بر وحشتم بیفزود که کامنتای پست آخرش رو اصلا اگه بخونید، اصلا مردم ریختن اونجا از یه طرف دوستش دارن، از یه طرف میگن آقا ما پولمون رفته. نفر بعدی که خیلی عجیب غریبه هادی چوپانه، و یعنی بقیه اکثر مثلا نیما شاهرخشاهی و شما اونجا آب میر فروشی هم بخوای مثلا تو میدون خراسان افتتاح کنی میاد. یعنی خیلی شما فکر نکن الان بازیگرای تاپ سینما و تلویزیون و اینا رفتن اونجا. اونایی که رفتن اکثرا لول 2 بودن، بجز همون دو سه تا فوتبالیستان فوتبالیستای مطرح بودن، بجز بیرانوند اکثرا یا بازنشسته بودن یا دیگه دورهشون تموم شد. ولی مبلغی که من میدونم 100 میلیونه با یه دونه 13 که به اینا دادن برن اونجا. مثلا یه آقایی که بعدم بگیم مثلا دیگه. چون خانم فلانی هم اونجا بوده گفته چون این خانم تبلیغ کرده من نمیام، چون از این قرائداها دارن. یعنی شما فکر نکن الان یهو مثلا اینا 100,000 دلار 50,000 دلار پول این تبلیغاتو دادن. فکر کنم کلهم با هم دیگه مثلا با یه عدد مثلا 1 میلیاردی 1.5 میلیاردی این کار جمع شده باشه. خیلی رو عددهای بالا چیز نکن. ولی بیرانوند میدونم که خیلی چیز کرده، دندونگردی کرده. حالا با اینکه من خودم پرسپولیسی هم میدونم خیلی دندونگردی کرده. و اینکه مثلا محسن افشانی هم که حالا اون ویدیو رو گذاشت که من برای تبلیغ نیومدم. سوال من اینه آیه علیرضا، سوال من اینه، اینا تو اون جامعه زندگی نمی کنن، نمی دونن، نمیشه همین رو خواهد آیه جورجانی. نه 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 نمیدونم. ببین واقعا نمیدونه. بذار الان علی پروین داره تبلیغ میکنه، علی پروین نمیدونه تو بازار چه خبره؟ نه 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 نمیدونه. ببین آقای جورجندی اینجوریه، اینا اکثرا وقتی که لینک نداشته باشی کانکت میشی با مدیر برنامه یا مشاور رسانه ایشون. خب با اونا که کانکت میشی اون پول میگیره، کارهای مالی رو میکنه، بعد زنگ میزنه مثلا به خانم الهام حمیدی میگه یه فروشگاهی هست به نام کوروش کمپانی، یه استوری براش برو یا بیا بریم فلان روز دفترش اونجا بگیر. یعنی تا قبلش طرف چیزی نمیدونه. اینو من به عینه به چشم دیدم. و اگه یه بار دیگه هم یادت باشه سر یه موضوعی من با شاهین صمدپور صحبت کردم، سر علی باغبانیان چی بود اسم کوچیکش، و اظهار بی اطلاعی کرد، گفت من نمیدونستم. ولی اکثریت خب چرا عذرخواهی نکرده آقا الان که میدونه چرا؟ آها همینو میخوام من به نظر چرا هشدار نمیده الان همین آقا جوجه. این سری به نظر من امیدوارم که قوه قضاییه و پلیس فتا اینا بیفته دنبال ماجرا. اینا اسمشون جزء خوانده های من یه دونه گروه مال باخته دیدم که اونجا دارن از اینا هم شکایت میکنن. یه بار ازشون زهر چشم بگیرن از این به بعد قطعا دقت میکنن. حالا از همون محسن افشانی گرفته یا تا علیرضا بیرانوند، یعنی یه بار یه برخورد درست حسابی بشه اینجوری. ولی من اومدم فقط بگم که فکر نکن یه هزینه عجیب و غریبی پای کار گذاشتن. اصلا هزینه عجیب و غریب نیست. مخلصی من میرم پایین. دست درد نکنه، خیلی ممنون. اوکی. خب یکی دو نفر دیگه بچه ها رو بشنویم بریم پارت دو. میلادو بشنویم اول، سب کنیم بچه میلادو بشنویم. سلام وقت بخیر، صدا من میاد؟ بله بله صداتون میشنویم. آره آقا من خیلی وقت پیشا فکر کنم همون آخر شهریور بود با این کوروش کمپانی آشنا شدم.
آقا این کورش کمپانی رو من اون موقع که مثلا کنجکاو شدم یه دونه پست راجبش گذاشتم، بعد یه سری از بچه‌ها گفتن آقا تو دیگه کسایی که مثلا تو رو دنبال میکنن تو این کانال و گروه اصلا میدونه به وزادمه ما میدونه پانه چیه. من گفتم راست میگن دیگه، چیزی ننویسم. بعد یه مدت دیدم هی مثلا بچه ها مینویسن آقا کسایی که مثلا میشناختن حالا دنبال میکردن چند ساله، که من مثلا خرید کردم 90 روزم شده 100 روز، 100 روزم شده 120 روز. من دیدم چه آدمایی که مثلا میدونن پانزی چیه، مثلا به ذهنشون خطور نمیکرد این پانزیه، بعد حالا ذهنشون نمیدونم ذهنشون کلا چی میگن توجیهگر خود اینایی که فریب خوردن، میگن اگه طرف کلاه برداره چرا دور همه میدونا بیلبورد داره، اگه کلاه برداره چرا 4 تا شعبه داره، اگه کلاه برداره چرا تابلو داره، اگه کلاه برداره چرا مثلا فلان سلبریتی در واقع تبلیغ کرده. من خیلی تو این گروهای مال باختشون چرخ میزدم، بالای 50-60 درصدشون میگن روی تبلیغ هادی چوپان و شاهین صمدپور ما رفتیم خرید کردیم. بابا مثلا تبلیغ مثلا خواهران منصوریان احتمالش کمه کسی گول بخوره، چون اونا هر آشغالی بوده تا حالا تبلیغ کردن. مثلا کسی که مزایدش میومده حالا مثلا اطلاع رسانی میکرده، خبرنگار مردمی بوده، مثلا رو خبرنگار مردمی رو میگرفته. ولی دقیقا من استوری شاهین صمدپور رو دیدم که توصیه هم کرده بود، نه صرفا یکی از این استوری آماده که حتما برین بخرین فلان. و تبلیغایی که سن که برای کوروش کمپانی تبلیغ کردن صرفا تبلیغ نبود، یه جوری فریب بود. مثلا طرف میبند میگم من 3 سال از خدمات کوروش کمپانی دارم استفاده میکنم، 5 سال دارم استفاده میکنم. و یه موضوع دیگه، از همون اول من خودم موقع مثلا به هادی چوپان دایرکت دادم، وقتی استوری گذاشته بود از 3-4 ساعت از استوریش گذاشته بود دایرکت من سین کرد، هیچ عکس العمل نداد، نم ادمین بوده یا خودش، یعنی تبلیغ صادق بوقی و نمیدونم محسن افشانی و شاهین صمدپور و هادی چوپان و اینا با تبلیغ بقیه فرق داره، به خاطر اینکه بعد از اون موج اطلاع رسانی بهش داره. مثلا کسایی که اون اول بودن میگه نمیدونست، مثلا اکبر عبدی نمیدونست جز اون اولیا بوده، ولی صادق بوقی دقیقاً تو اوجی که توییتر پر شده بود کوروش کمپانی، موبایل مشتری کوروش کمپانی رفت تبلیغ کرد و مثلا به همه میدونستم. بعد صادق بوقی هم درست نست یه آدم بی سواد طور شد حالا نمیدونم کم ولی تیم پرشه. صادق بوقی روزی که در واقع اون اتفاقا براش افتاد و معروف شد یه دونه پیج براش خریدن، یعنی یه پیج 300-300 تایی خریدن، اصلا تیم رسانه‌ای پشتشه، یه تیم 5-6 نفر اسکورتش کردن آوردنش تهران کوروش کمپانی رو تبریک کنه برگرده. تیم رسانه‌ای قوی داره، یعنی کسایی که تیم رسانه‌ای منظور به گوششون میخوره این هشدارا تو اون شرایطی که اینطوری بود. بعد دیگه من دیدم واقعا هر چقدر اطلاع رسانه‌ای کردی باز کمه. من تا کوروش کمپانی چند تا شگرد به کار برد، من اون موقع سرچ کردم دیدم 3-4 تا گروه مال باخته داره، گروه مال باخته های خدمت ثبت نامی های آزاد خریداران مال با... اونایی که مثلا شکایت از کوروش کمپانی. یه تایمی رفت جلو بعد میگفتن آقا شما که میخواید درخواست مرجوع وجه بزنید برین یه گروه دیگه، یه گروه دیگه درست میکردن همون ادمین ها میرفتن یه گروه آدما رو فرستادن یه دیگه، میگفت یه گروه دیگه، میگفتن شما خریداره آزاد این برین یه گروه دیگه. بعد تو شرایطی که یه دفعه این داستانه پیش اومد پرلم شد و اینا، همه این گروه ها ارسال پیامش غیر فعال شد، یعنی اینها گروه های مال باختار هم خودشون درست کرده بودن، کنترلش رو دست گرفته بودن. این گروه هایی که الان از 200 تا 300 تا عضو اینا جدید اومده، یعنی از قبل حالت عجیبی مثلا دیده بود تو کلاهبرداری قبلی چه اتفاقی میفته، یه سری گروه هماهنگ میشه بریم شکایت کنیم. تو شرایطی که قرار بود مردم برن شکایت کنن این گروه رو بستن، بعد ادمینه مثلا از طرف نماینده مردم بود میگو من به شریفیان مسیج دادم این جوابو داده، قول شرف داده تا چهارشنبه فلان میکنی، لیستو میذارن. همون چهارشنبه‌ای که در واقع اینا جمع کردن رفتن، سه شنبه این گروه از طرف شریفیان یه مسیج داد که آقا فردا بیاین گوشیتون دعویل میدین، شبش هم استوری گذاشتن. یعنی من حس میکنم مثلا غیر از اینکه پول مردمو خوردن، دوست داشتن به ریش مردمم بخندن، یعنی تا روز آخر فردا بیاین بهش گوشی میدن. بعد یه موضوع دیگه، اینها این موبایل موسوی یا بقیه دیگه سه تا دیگه هم هستن حالا کوچیک‌ترن، اینها مدعی ان ما گوشی وارد میکنیم، بعد گوشی وارد میکنیم هر روز 10 تا استوری میذاش کوروش کمپانی که ما گوشیای مثلا تحویلیامون، شما گوشی‌ها رو نگاه می‌کنی هر کدومش گارانتی یه شرکته، قشنگ معلوم بود رفتم 5 تا از علایدین خریدم، 5 تا از چارسو خریدم، اینا رو هر چی میگفتی کسی گوش نمیداد. بعد تو شرایطی که اطلاع رسانی زیاد بود و اطلاع رسانی هم هر کسی جرئت نمی‌کرد اسم بلا، خود تجارت نیوز به نقل از من
براش اسم من رو زده، به نقل اصلا مطلب رو زده، باز اسم شرکت رو نشه که نفکه، یعنی باز نیاورده. تو این شرایط که مثلا اطلاع رسانی سخته، کوروش کمپانی اومده پول داده تابناک و برنا و دو سه تا خبرگزاری که آقا کوروش کمپانی به صورت قانونی جوونا رو صاحب موبایل کرده، چون رکورد شکنی کرده رقبا خیلی مثلا حسودیشون شده، از طریق شبکه‌های معاونت دونم گروه‌های چیچی شروع کردن به تخریب. یعنی 100 نفر 50 نفر 20 تا پیج اطلاع رسانی کردن، یه دونه منو چون که اطلاع رسانی کردن اینو دست گرفتن با همون رویکرد محسن افشانی اینا، اینو ریپورتاج هم دادن به همه سایت‌ها. بعد جالبه مردم هم ذهنشون مثلا اینو پذیرفته. الان من یه دونه توییت کردم که تابناک الان دغدغه من شده و اون خبر رو حذف کرده، اینا رو نمیشه. مردم اومدن یه سری کاربران دفاع کردن، خب این ریپورتاجه. آقا ریپورتاج موقعی که شما یه تبلیغی میکنی هیچ مسئولیتی نداره. شما توی ریپورتاجت با اطمینان نوشتی کوروش کمپانی یک دونه شاکی خصوصی نداره، در صورتی که اون شاکی خصوصی داشته، توی این گروه هاشون عکس شکایتی هاشون رو میذاشتن، نوشته این کار رسانه های معاند بلا، در واقع هم اون سفید شویی کرده هم به بقیه انگ زده. این دیگه ریپورتاج نیست، درسته یه تگ ریپورتاج زده. این هم از این داستان. و مسئله که از موبایل مشتری هم در اینا داره همین مسیر رو میره، همونطوری که این شریفیان اومد گجت نیوز رو اپتو استوری کرد یه سری پشت رو ازت شکایت میکنم. دیروز حالا سر این داستانه ای که بوده اتفاق افتاده، امروز یه سری رفتن در موبایل موسوی تجمع کردن که آقا گوشی ما رو بده، نگران شدن دیگه. موبایل موسوی هم تقریبا کامنت های زیر یه پستی خودش گذاشته توضیح داده که ما نمیدونم چون هلدینگیم و وارد کنندگیم و اینا تاخیر خوردیم. آدمای زیادی زیرش کامنت گذاشتن، حالا این خبر کوروش کمپانیش اومده نگران شدن رفتن اونجا، یه دونه ویدیو اومده بیرون که این گروه ها نوشتن هر کی اونجا فیلم میگرفته گوشیشو میگرفتن، یه دونه ویدیو اومده بیرون، تابلوهای پشتشون و سقف مشخصه. بعد این مجبور شده به اونایی که اونجا بودن امروز گوشی داده اون 20 نفر. بعد که اینا رفتن اومده یه دونه ویدیو گذاشته، الان استوریاش هست بریم ببینیم، اومده یه دونه ویدیو میذارم میگه یه سری به ما انگ زدن، یه سری ویدیو گذاشتن به اسم ما، اصلا ما نیستیم. بعد این ویدیو رو که داره میگیره سقفش با اون ویدیویی که پخش شده یکیه، اون تابلوی پشت یکیه. بعد میگه از فردا من گروه حقوقی 12 نفره رو بسیج میکنم، نشر عکاسی کردیم، من اگه میخواستم برم که باشگاه نمیزدم، نمایشگاه خودرو نمیزدم، همون حرفایی که شریفی هم میزد دیگه، دقیقاً همون مسیر رو داره میره. یه سایت دیگه هم هست مایتوشه، اونم شروع شده، اونم به من خیلی دایرکت زدن که خرید کردیم عقب افتاده. مثلا مردم مثلا تو این گروهای مال باختار میری میگن نه مثلا موبایل موسوی حداقل قیمتش مثلا اختلاف قیمتش معقول تره، بعد نسبت به اون میگن نه مایتوشه معقول تره، مثلا مدت زمانش بیشتره، با این پوله میشه کار کرد. یعنی تو این شرط هنوز یه سری ها در برابر کوروش از موسوی به دفاع میکنن، در برابر موسوی از مایتوشه، و شرایط یه جوری شده اینا هم رو سابقه شون دارن مانور میدن. مثلا کوروش کمپانی واقعا انگار 3-4 سال کار میکرد، مثلا خیلی رو من دیدم میگن قبلا گوشی بردین تعمیر کردین و طرف اومده بیلبورد زده با اسم عکس خودش، مردم میگن اگه طرف میخواد بره که خودشو نمیاد انقدر مثلا جلوی دوربین باشه فلان باشه، در صورتی که الان مقداد آیتی نزدیک 20 نفر شکایتاشون برای من فرستادن، شکایتای مکتوب به اسم مقداد آیتی. طرف 120 میلیون تومان به مقداد آیتی داره لپتاپ بخره و مقداد آیتی فکر کنم دیگه بالای 15-16 سال سابقه داره، الان داره شکایت کرده که پول اصلی پولشو پس بگیره نمیتونه بعد از چند ماه. الان اون لپتاپ که می‌خواست بخره 160 میلیون شده. یعنی دارم دیگه مردم باید این آگاهی رو بهشون بدین، آقا اگه بیلبورد دیدی شهرداری پول گرفته زده، اگه سلبریتی یا تبلیغ کردن مهم نیست، اگه تابناک نمی‌دونم برنا و فلان تبلیغ رسانه ها هم اومد از من، تو حتی به رسانه‌های رسمی مملکتم اعتماد نکن. اگه طرف 15 سال سابقه هم داره اعتماد نکن، ممکنه هر لحظه. الان من میگم مقداد آی‌تی پانزی ها، ولی کاری که کرده بعد از چند ماه با پول جدیدا برای قدیمی ها داره جنس میخره تحویل میده، یعنی دارم دیگه رو سابقه شان نمیشه حساب کرد. و باز به مردم به نظر نیاز اطلاع رسانی بشه. ما قبلا اومدیم گفتیم آقا این پانزی از شما پول میگیره سود میده فلانه، باز مردم این شکلش که عوض شده تحویل کارا، یه سری جدید باید بهشون بگی، باید بهشون بگی آقا اینا هم مثلا مشکل داره. یعنی اگه یکی خودرو میفروشه کلاهبرداریه، هفته بعد اگه آیفونه باید بیا بگی اینم کلاهبرداریه، یعنی هفته بعد اگه یه نفر بیاد گوشی سامسونگ بفروشه باید تخصصی توضیح بده آقا این گوشی سامسونگ پانزیه. و به نظرم نمیدونم اطلاع رسانی کم بوده یا مثلا میخواهن این نرود در سنگ قضیه،
الان طرف داره میبینه الان موبایل موسوی هر کدوم از تحویلیاش گارانتی یک شرکته، تو چطوری وارد کننده که گارانتیات اینه؟ بعد از این آخرم که کامنت گذاشتن طرف 30 روزه 40 روزه خریده، تو کامنت ها ویپرای زدن که نه ما تحویلمون 80 روزه است، از این به بعدم حضوری نداریم به خاطر اینکه از دفتر تهران میخوان ارسال کنیم. امروز هم توی استوری همه رو تهدید کرده که میرم شکایت میکنم و واقعا میتونه شکایت کنه. الان مشکل اینه موقعی که کوروش کمپانی داشت تو تهران کار میکرد، مایی که دوتا پست ازش گذاشته بودیم ما بیشتر در معرض تهدید قضایی بودیم تا اون طرف. کلاهبردار پول داره 6 تا وکیل هم میگیره میره یه شکایت هم میکنه، حالا به قول شما وقتی هم رفت دوبه شما باید بری دادگاه. تازه اون یعنی مسئولیت بیشتری داره با اینکه همه بگن همه بزنم. یه بارم پولم شد و من نمیدونم چی شد رفع پولم شد، ولی شنیدم که اینو رفع پولم کردم با این امید که بیاد گوشی ها رو تحویل بده. یعنی این رفع پولم خودش برای اونو برگ برنده است دیگه. طرف میاد دیدین مثلا چیزایی که علیه ما زده بودن دریوری بود دیدی خبر، یعنی اینو که پولم میکنم بازم نمیان روش نظارت کنن. درشه موقع هم رفته بود ها، ولی باز تو این تایم هم اومدن سایت رو بستن، سایت رو نزدیک 12-13 روزه بستن. یه سری از مال باخته ها میگفتن میخوایم بریم شکایت کنیم، اینا میگفتن برای تحویل باید بیای فاکتورتو بیاری. مال باخته میاد تو سایت فاکتورش رو بره، اینا سایت رو بسته بودن طرف نمیتونست فاکتورش رو دانلود کنه. همین که از اول فاکتور رو دانلود نکردن آرشیو کنن. ولی من احساس میکنم کوروش کمپانی الان نمیخواست جمع کنه، یعنی پلنش این بود زمان بخره، حالا نمیدونم میخواست زمان بخره یه سری آدماشون از ایران برن پولی خارج کنه یا هر چیزی. احساس ما طبق برنامه‌ریزیش پیش نرفت، یه دفعه قاچمز شد و این گروه ها هم که راه انداخته بود همش دنبال این بود زمان بخره، ولی دنبال این نبود به نظرم الان بره، چون اوج فروشش بود و داشت میفروخت و یه دفعه سایت رو تعطیل کرد. نمیدونم چه این کارو کرد. خب آخه دم ولنتاین ملت اومدن خریدن دیگه، این یه پامپی می‌خواسته دیگه، پامپ رو گرفته. آره اینم هست. این بعد یه موضوع ببین این میتونست کاری که بقیه میکنه میتونست ادامه بده. یعنی شما باید یه حجمی بازم توضیح دادم، شما کلا 2-3% آدم ها ازت شکایت میکنه، دادستان هم که نمیاد بالا سرت، چون باید قاعدتا دادستان باید بیاد بالا سرت حساب کتابات رو حساب کنه میگه تو غلط میکنی پول مردم رو میگیری که به 5%شون داری موبایل میدی، با پول مردم چه غلطی داری میکنی. الان شما موبایل موسوی رو باز کن، داره الان تو حوزه سرمایه گذاری مسکن وارد شده، یه بچه 25 ساله پول از کجا آورده داره کار مسکن میکنه، داره ساختمون سازی میکنه با پولای مردم، یعنی نقش بانک رو در کشور داره ایفا میکنه، در صورتی که این کار رو این نباید میتونست بکنه، این کار باید بانک بکنه. یعنی شما باید پول دست بانک باشه، کارآفرین بره از بانک پول بگیره جنس تحویل بده خدمات تحویل بده. الان داری پول میدی به کارآفرینه که اسمش کارآفرینه، اون با پول تو میره کاسبی میکنه، شاید هم یه که گوش شلوت انداخت. چرا یارو موبایل فروش وارد مرد من بگو میلاد الان چجوری یارو هم کار موبایلش خوبه، هم موبایل نصف قیمت بلده بیاره، هم الان داره کار مسکن میکنه، پس این کشور که همه چیش خوبه دیگه. آقا بس اقتصاد چرا غور میزنید؟ خود رو هم میکنه، نمایشگاه ماشین هم دارن، نمایشگاه ماشین هم داره. خب پس چرا غور میزنید؟ من نمیدونم بعضی دوست همه چی خوبه دیگه. بعد یه سری استوری گذاشته که ما داریم مدرن ترین باشگاه ایران رو افتتاح میکنیم. این واقعا رو ذهن مخاطب تاثیر داره. هر کی من پست میذارم تو کامنت ها هست کسی بره ببینه، آدما میگن اگه میخواد کلا برداری کنه چرا داره باشگاه تاسیس میکنه. بعد یه نکته دیگه، الان موبایل موسوی از همین الان اعلام کرده که ما از 20 اسفند تا 20 فروردین تحویل نداریم. یعنی اگه به شما گفته 30 روز، شما 19 اسفند خریدی 30 روز تو باید از 20 فروردین حساب کنی، پنجشنبه جمعه هم حساب نمیشه، بعد از اونم خب تاخیر طبیعیه. زیر همه فاکتوراشون هم موبایل موسوی رو نمیدونن، کوروش کمپانی زیر همه فاکتورایی که داده دست ملت یه خط نوشته احتمال تاخیر وجود داره، تا کی خدا میدونه. تو هر دوتا قرارداد ذکر شده. حالا آرمان اینجاست، اتفاقا یکی از سوالات من از آرمان اینه که این قرارداد چجوری میتونه تنظیم بشه که تو به تو اجازه شکایت نده؟ مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی داریم ما همچین قراردادی آرمان؟ بعد اینا از روز بله. این نکته هم بگم، اینا از روز ببخش من اینم بگم، بگو اینا از روز اول به مناسبت‌های مختلف همش نوشتن محدود. پری روز نوشته آیفون 50 تا موبایل موسوی،
تعدادش محدوده، آخرین روز جشنواره‌مونه، بعد نشه 180 تا به خاطر ولنتاین شارژ کردیم. یعنی از 3-4 ماه گذشته تا الان اینها یک روز قطع نشده فروش آیفون زیر قیمتشون، ولی همیشه گفتن محدوده فلانه برمانه. خب تو مکالمه باش میلا، تو مکالمه باش آرمان رو بشنویم. آرمان میشه قرار دادی من بنویسم که تو رو کلن ببندمت به تخت؟ یه مثال معروف داریم که میگه یه نفر رفت پیش یه آقایی گفت با هم نمیشه ازدواج کرد، گفت نه نمیشه، گفت من کردم شد. تو مایه هاست ما یه چیز داریم میگیم در واقع قرارداد قراری میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر توی بندی و توی قرارداد بذاری که به نحو غیر عقلایی غیر معقولی به ضرر یکی از طرفین معامله باشه، مثل اینکه مثلا من بگم که محمد من کادیلاک که تا ازت میخرم به هر قیمتی که من بگم، خب قبول کردن این موضوع حتی اگه من بگم باشه، به خاطر اینکه احتمال اینکه یه طرف بتونه هر جور دلش میخواد این معامله رو به یک حالت غیر عاقلانه هدایتش بکنه، این معامله رو ما توی در واقع حقوق مدنیمون میگیم معامله قراریه و به همون لحظه باطله. هر چیزی که امکان در واقع صلاحیت های نه تنها این از اون جهت، به جهت بحث نظم عمومی هم، یعنی به چند جهت این بند قرار میگیم باطل و مبطل قرار داده. یعنی ما یه سری شروط باطل داریم، میگیم اگه مثلا تو فلان شرط تو قرارداد بیاریم باعث میشه که اون شرط اجرا نشه، ولی در واقع خللی به کل قرارداد تو ایجاد نمیکنه. یه سری شروط باطل و مبطل داریم، این تیپ شروط باعث در واقع باطل نه تنها خود شرط باطله، باعث باطل شدن عقد قرارداد خود قرارداد هم میشه. ولی میدونی اون آدمه اون لحظه‌ای که دیگه اعتماد رو کرده حسش اینه که مگه ازش شکایت کنم، میگه خیلی خوب عقد باطله بیا پولت پس بگی، آیفونمو نمیده. یعنی یه نگرانی های این شکلی برای کسایی تو این پرونده ها قرار میگیرن، چون فکر میکنن دارن از دروازه بهشت رد میشن، نگران از بهشت بندازنشون بیرون، بدبختی اینجا ساخته. خب میلا جان بگو عزیزم، اگه نکته‌ای داری بگو بریم سراغ پارت بعدی. میلاد نوری. نه صحبت ها همین بود، اگه نکته‌ای به ذهنم رسید. میلاد تو ادامه میدی هشدار دادن به مردمو؟ یعنی این روندی که داری رو ادامه میدی؟ ببین من وقتی هشدار دادم همیشه به خاطر در واقع از هرسم بوده، مثلا میدیدم هرس میخورم، مثلا میبینم یکی میره به قول شما درخت موز میخره که سیب بده بهش، هرس میخورم میبینم مثلا یکی داره اصلا از مشخصه. ببین من نمیگم ظاهر آدم ها رو وقت قضاوت کنیم و خیلی بدم هم میاد از روزا رو قضاوت کنیم، ولی یکی دوتا از این آدم ها اصلا عکس و استوریاش رو میبینید داد میزنه طرف کلاه برداره. من رکورد کودن‌ترین کلاه بردار رو هم شکوندم دیگه، یعنی دیدی دیگه رستگار رو دیدی؟ رسما خنگ بود دیگه، همونو میگن دیگه درخت سیب و گلابی داشت. ببین یعنی خنگ ترین انسانیه که من تو زندگیم دم حسین رستگاره. خنگ ها بچه ها بردنش توی یه گروه تلگرام علیه جورجندی، یه گروه فکر زدن اینو بردن اونجا، بعد میره اونجا تو جلو آینه موهاشو شونه میکنه. بابا یعنی یارو ببین میمون مثلا، اگر میمون که هوش زیادی داره، اورانگوتان 42 حسین رستگار 42.5 آیکیوش، این تونسته جیب ملت رو بزنه. یعنی میری تو گروه مال گروه اونایی که سرمایه گذاری کردن میبینی یارو اینجوری میکنه، بله بابا این جورجندی باجگیره، آیه حسین چطوری حسین جان سودا کی واریز میشه، بابا پشمات میریزه. یعنی منو میشناسه، اومده خونه همین فوش میده. بعد ببین یکی مثل شریفیان، یکی مثل شریفیان از وسط راه اومد تقصیر رو انداخت کردن مردم، چون همین گروه ها که ادمین ها یه دفعه 6 تا گروه رو لاک میکردن، بعد یه دفعه میگفتن این مسیج آقای شریفیان رو ما باش صحبت کردیم، میومد میگو آقا مثلا چون تجمع کردین دم انتخابات امنیتی شده دیگه گوشی بهتون نمیدیم، به خدا قسم اگه دوباره پلم شد دیگه باز نمیکنیم. یعنی یه جوری چیده، بعد یه دونه عکس گذاشته لگد زده بودن به درش، میگفت یکی درو باز کرده 60 تا 90 تا آیفون تو شرکت برده، من دیگه بهتون نمیدم، باید این ضرر جبران شه. با قمه وایستادن اونجا چیزایی میگه نبود، چیزایی میگه که نبود، با قمه وایستادن. خب خانم کارمند من چطوری بره داخل شرکت وقتی با قمه وایستادی؟ یعنی یه کاری کرده اصلا بعید نیست 3 روز دیگه پیجش رو برگردونه، چون همزمان پیج خودش و خانمش رو یکی کرد، بعید نیست پیجش رو برگردونه بیاد بگه ما کارآفرین بودیم داشتیم دست جوونا گوشی میدادیم و مثلا یه سری کارشکنی کردن نذاشتن، فاز همون رضایت خود رو دیگه. هنوز خیلی میگن مثلا جورجندی مثلا جش نداشته سود ما رو ببینه،
هنوز فکر میکنه هنوز اسطوره‌شونه اون آدم. ببین من الان قاعدتا من باید یکی از آدمای محبوب استان تاگنین از قزوین و تاکستان باشم دیگه قاعدتا. خب ولی شاید باور نکنی که من تهدید جانی شدم حتی و احتمالا اگر من ایران بودم سرمو میبریدن تا الان. میدونی مال باخته ها نه دو حاکمیت مال باخته ها دنبال آره دیگه همینه. میگن جورجندی اگر میگن جورجندی اگر در موردش حرف نزد بود این داشت سود میداد دیگه. جورجندیه چیزه به یه جایی وصله نمیدونم چیه داره کاسبی و کارآفرین و موفق رو خراب میکنه. البته نکته تو بگو تا بریم سراغ بعدی من توضیح میدم. ماهایی که مثلا یکم به این سیستم مثلا آگاه میشیم و میفهمیم بوداره شایبه داره هر چیز زودتر این سیستم بسنشه زودتر خوشحال میشیم به خاطر اینکه 100 نفر کمتر مال باختن. ولی مال باخته ای که اون توه دعا دعا میکنه صداش در میاد این پولش رو بگیره. مثلا توی این گروه مال باخته کروکنبانی رفته تابلوش رو جمع کردن یکی نوشته ای بابا به فارس نیوز هم رسید خبرش رو فارس زده بود. یعنی طرف همچنان دوست داره در سکوت بمونه همچی بلکه اون گوشیش رو بگیره و الان کسی که حالا تاکستان اینا بودن به خاطر اینکه هنوز اصل پولش بر نگشته بوده این سیستم بسته شده بوده. حالا من برات واقعا آرزوی موفقیت میکنم برادرانه جدی دوستت دارم و اینکه این رای که داری میری خدا کمکت کنه انشالله که یه جوری این راه رو بری که قوه قضاییه اذیتت نکنه یا کمتر اذیتت کنه. چون اینا میدونی که هم پول دارن هم قوه قضاییه متاسفانه چرخندش معکوس کار میکنه و میتونن درگیرت کنن دیگه. ببین اصلا نیازی به قوه قضاییه هم نداره دیگه. ببین من مینویسم آقا مثلا کوروش کمپانی اینجوری شده. الان وقتی سرچ کنی 20 تا رسانه برداشتن زدن اینوری و اونوری. درسته؟ حالا اینا مثلا گفتم مثلا ریفرنس ما این توییت میلاد نوری بوده. اصلا من بدون اینکه قوه قضاییه بگم توی فرآیند دیگه به من گیر داده بودن که این رسانه ها چرا خبرتون داد. حالا 90% خبرها راجع به کلاهبرداری بوده. یعنی من قبل از اینکه به قوه قضاییه برسه گیر میدن که چرا زدن. اصلا براش مهم نیست این خبره راجع به کلاهبرداریه. اصلا یه رسانه‌ای هم که ما باش مشکل داریم آقا اصلا من و تو هم بیاد به آدمو هشدار بده راجع به کلاهبرداری چه بهتر. اصلا من و تو هم قبول نداریم مثلا. ولی یه هشدار درست رو داره میده. حالا از نظر شما این رسانه بده. یعنی این گیرو هم هست دیگه. آقا سرت رو درد نیار استفاده. مخلصم میلا جان. بریم سراغ پارت بعدی. هستی با ما آرمان جان؟ بله من خدمت آره. آرمان باباگل وکیل دوستانی که تازه ما پیوستن. آرمان باباگل وکیله. من یه نکته بگم. ما یه زمانی هی می نوشتیم آی امیری دادستان یعنی ایشون یکی از معاونین دادستانه که سایت اینترنت دات‌آی‌آر دست ایشونه. البته اینجا خیلی جای تعجب داره که من به شما بگم که اینترنت دات‌آی‌آر یک سال و نیم پیش هک شد یک سال و یک دو ماه پیش و هنوز هکه. یعنی هنوز سایتش بالا نیومده. یعنی الان میزنی اینترنت داده هیچ نمیاد بالا و یه دونه رسانه تو مملکت نرفت یقه دادستانی رو بگیره وا اینترنت داده یار تو چی شد. خیلی حرفا خیلیه و حضرت عباس خیلی اینقدر من جشن تولد و سالگرد و ماهگرد گرفتم که بالاخره آقای امیری واکنش نشون داد در یه گروه ایتایی که مختص بچهای آی تی بود ایشون یه واکنشی غیر رسمی داد. چی نوشت؟ گفت سایت های پانزی و کلاهبرداری در صورت شناسایی و احراز کماکان فیلتر می شوند و ادعای مذکور کذب است. ما گفته بودیم فیلتر نمی شوند یا به موقع فیلتر نمی شوند. حرفمو اصلاح کنم. این که یارو اومده جیب ملت رو زده رفته شما فیلتر می کنید که دیگه به درد نمی خوره. ابزارهای دریافت گزارش مردمی از طریق کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و مکاتبات فهم سابق برقرار است. در جریان باشید. آقا اگر می‌خواید با دادستانی ارتباط بگیرید، آیدی نت ریپورت در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی فهم سابق برقرار است. این برای دوستانی که می‌خواد گزارش بفرستن در مورد این پانزی و اینا. سه. این مهم سه نه. سهش مهم نیست چهارش. سه میگه چی؟ آها سایتی که نیومده بالا گفته که مسئولیت طراحی و راه‌اندازی وبسایت جهت کارگروه و تامین امنیت آن به مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه وزارت ارتباط محول شده و در حال اقدام است. یک سال و 3-4 ماهی که میخوان یه دونه سایت طراحی کنن. چهارش مهمه که از آرمان میخوام بپرسم. ببین این چهاره داره یه ترم حقوقی رو میگه که میگه طبق این بند ما اگه بدونیم هم یارو داره کلاهبرداری میکنه چون شاکی خصوصی نداره نمیتونیم کاری بکنیم. پس چی؟ پس یارو میتونه دوباره فردا هم بیاد بگه من میخوام
BMW رو یک چهارم قیمت بفروشم، باشید بیاید پول بدید و دوباره همین بساط رو پنگ کنه و بعدم در روز ولنتاین پولا رو بزنه به جیب بره. حالا شما تازه شاکی خصوصی پیدا میکنی. چی نوشته؟ وفق قانون، اگه درست بخونم، کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوبه 1399، جرایم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در نظر گرفته شده. گرفته چی شد داداش؟ قابل گذشته در نظر گرفته شده و صرفاً با شکایت خصوصی قابل پیگیری است. بنابراین متاسفانه ایشون هم ابراز تاسف کردن. حتی اگر دادستان از وقوع آن مطلع شود، تا زمانی که کسی شکایت نکرده، دادستان و مراجع قضایی حق رسیدگی و تعقیب و مجازات کلاهبردار را ندارد. گرفته شد؟ فول گارانتیت کرده. تو اینا رو هندل کن، این بدبخت بیچاره ها رو بازی بده، بعدم جیم فنگ کن، خداحافظ، با اولین پرواز برو استراحت کن. قانون هم از تو حمایت میکنه. آرمان این چقدر درسته و چجوری داستان؟ خدمتت عرض کنم که این توی تایتل کلاهبرداری کاملا درسته، اما موضوع اینه که ما عناوین دیگه هم داریم. به یاد باشه قبلا راجبش خیلی صحبت کردیم که بحث اخلاله. ببین 2000 میلیارد تومان، یا من آخر نفهمیدم 2000 میلیارد شد یا 20000 میلیارد. 2000 میلیارد. آره این به نظرم بیشتر میکسنس میکنه. 2000 میلیارد تومان عددیه که میتونه از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در صورت کلان باشه. من عدد خیلی کوچیک‌تر از این رأی گرفتم رو اخلال. به طور کلی این در واقع این تیپ جرایمی که خود دادستان میتونه نسبت بهش اقامه در واقع اعلام جرم بکنه، خب ما عنوان‌های زیادی داریم، یعنی فقط این شکلی نیست که حالا دادستان هم اینجوری نشسته باشه بالا و فلان اینا. مضاف بر این که هرچند قانون به این شکل گفته، ولی این در واقع بحثایی که داره نظم عمومی ما رو تحت شعاع قرار میده. ببین الان تو هر رسانه‌ای رو الان نگاه کنی، از دیجیاتو، از من و تو، از زونید، از نمیدونم فکر کنم وی تو پی، حتی چه بسا شاید حالا وی تو پی یه ذره تو این چیزا خیلی حالا نه زمینشه نه خیلی معمولا دلش برای کسی میسوزه، اینا خدمت رو ترس کنم که همه دارن راجع به این صحبت میکنن و عملا نظم عمومی الان دچار مشکل شده. ما نمیتونی، یعنی موضوع اینه که دادستان یکی از مسئولیتاش اصلا رسیدگی و پیشگیری، اون فاکتور پیشگیرانش نسبت به اینکه اجازه نده یه اتفاقی که مطمئنی میفته ولی هنوز نیفتاده اتفاق بیفته، بگه ببخشید من دست من، ما هم کشوری نیستیم که واقعا بگیم که آخه میترسن با وکلاشون بیان نمیدونم مثلا دادستان رو تحت فشار بذارن. ما فیلم مال آمریکاست محمد جان، شما تشریف داری که مثلا وکیل طرف میاد یه غرامت وحشتناکی از دادستانی فلان میکنه که چرا حقوق موکل من رعایت اینجا میذارمش تو کیسه برم داریم میبریمش. مگه این شکلیه؟ مگه مثلا سینا عصبی اون موقع که گرفتن شاکی خصوصی داشت که گرفتنش، شما خاطرت هست دیگه سینا رو؟ بله هر دو از نقطه صفرش در جهنش هستی. نه تنها شاکی نداشت بلکه کلی هم دعاگو داشت که آقا دستت هم درد نکنه. هم بی آر جی اوراکلش اون موقع سوته بود، هم کریپتولندش داشت کار میکرد. اینجوری نبود که بخوایم به این در واقع راحتی بگیم که خب نه شاکی خصوصی نداشته پس باش برخوردی هم نکرد. اگر محرز میشه، اگر محرز شده یا محرز میشه، دادستان میتونه اقدام بکنه و میکنه. بعد ما یه سری نهادهای موازی دارن، یه خاطر شریف باشه که شما بهتر از من میدونید، مگه واجا وای میسه تو کلاهبرداری کردی یا نکردی؟ مگه اطلاعات سپاه وای میسه از تو حال احوال تو بپرسه برات نمیدونم ردیف قانون برداره بیاره؟ برش محرز بشه که شما داری یا عمل خلاف قانونی یا خلاف نظرش رو انجام میدی، کار تمومه. و این اکسکیوز، اصلا اکسکیوزی که میدونی این کت شلوار خیلی برای تن سیستمی که من حداقل دارم توش کار میکنم گشاد. این من با این قانون نمیشم که آخ ببخشید دادستان هستم بخواد به جهت رعایت و اصول شکلی و فلان نمیتونستم کاری بکنم. نه این واقعا وجاهت نداره نظر. خیلی میلاد شما میلاد رو بشنویم، سب کن میلاد رو بشنویم. میلاد نکته تو بگو. آره سه تا نکته ریز بگم. این وثیقه هم که هست، این داستان این وثیقه رو از همون ادمین همون گروه ها در اومد، یعنی هیچ مرجع رسمی نگفت اینا وثیقه دارن. همون که میگن گروه ها رو لاک میکردن، فردا میمدن میگفتن اینا یه وثیقه دارن خیالتون راحت بشه. این چیزیه که ادمین اون گروه ها به نقل از
مدیرا میگفتن، بعد یکی این که این خانم این بنده خدا که بلاگره رفته بود چین یه ویدیو گرفته بود جلوی این فروشگاه موبایل، بعد تو ویدیوش هم میگه من اومدم با شرکت آیفون قرار داد ببرم، نمیگه شرکت اپل. بعد یه جوک دیگه هم بگم بخندی، کوروش کمپانی گوشیو میده 19900 میداد، موبایل موسوی میداد 25 تومن. یعنی اگه موبایل اگه واقعی بود موبایل موسوی گوشی های مشتریش از کوروش کمپانی میخرید بهشون تحویل میداد 6 تومن سود میکرد. طنز تلخیست واقعا، طنز تلخیست. خیلی خوب میلا جان ممنون. سراغ پارت آخر بچه، خیلی طولانی شد سراغمون. پارت آخر من یه چیزی توضیح دادم، وایسش رو پخش میکنم براتون بشنوید. اولا که سلبریتی ها و این فضای تبلیغاتی متاسفانه یه بار برای همیشه باید بدونیم که آدم ها بابت چیزی که دارن، یعنی بدونیم که یارو داره تبلیغ میکنه، متاسفانه مسئولیتی رو اینا قائل نیستن. مثلا در امریکا تا اونجایی که من میدونم اگر یه سلبریتی تبلیغ میکنه تو از کریپتوکارنسی، اینو مطمئنم، برای وزارت رو نمیدونم، پشتش باید اعلام کنه که این یه تبلیغه، یعنی بگه من این تبلیغ رو میکنم و اینقدر پول بابتش گرفتم. اینو حالا پولش رو مطمئن نیستم ولی میدونم که باید اعلام کنه. ولی تو کشور ما متاسفانه این اتفاق نمیفته و شما نمیدونم آدم بیمسئولیتی دارید که آدم خدا شاید روش نمیشه اسمشون رو بیاره که چقدر اینا داغونن به حضرت عباس. مثلا یکی از این آدمایی که بسیار داغونه و این بابا رو هر جا دیدید شما این و در رو، بهنوش بختیاری. بهنوش بختیاری تو تمام کلاهبرداری های کشور این یه لنگش هست، مثلا نمیدونم چجوری همه جا پیداش میشن، چجوری پیدا میکنی خانم بختیاری تو اینا رو؟ بابا جان تبلیغ خرید مدرک کرده. ببین من به سر و به کجا بکوبم، مدرک تو یعنی اگر به اندازه یه دیپلم درس خونده باشی میدونی که مدرک رو نمیخرن، باید بری سر کلاس تهش بری استاد رو نمره بگیری ازش. گوش کنید ببینید چی میگه. خدا شاده اینا رو دست من میدادن، اینا رو من فلک میکردم. سلام، اگه میخوای ارتقای شغلی بگیری، اگه میخوای استخدام بشی، اگه میخوای مهاجرت بکنی، همیشه داشتن مدرک تحصیلی لازمه. یک جایی رو معرفی میکنم، ایران تحصیلات، فالو کنید برید ببینید چگونه. فالو کنید برید ببینید چگونه، به همین راحتی. کیه بعدی؟ شهره سلطانی یا حضرت عباس. ادامه تحصیل بدین یا ارتقای شغلی پیدا کنین یا مهاجرت کنین، حتما نیاز به مدرک تحصیلی دارین. نگران نباشین، ایران تحصیلات این کار برای شما انجام میده. برین فالوشون کنین، چون معتبرترین مدارک دانشگاه آزاد رو در هر رشته‌ای که بخواید بهتون میده. اصلا اینو اعلام جرم باید بکنه دانشگاه آزاد علیش. یعنی چی ایران تحصیلات مدرک دانشگاه آزاد میده؟ پس اینا که از صبح تا شب میرن دانشگاه، اینا اسکولا کیان از صبح تا شب میرن دانشگاه؟ من بودم اینو مجبور میکردم یه جدولی رو رنگ بزنه با قرآن قسم، یعنی بدم کل این خیابون ولیعصر رو پایین رنگ بزنه تا بالا. یا از هر روزم لایو بزنه میگه مدرک خریدنی نیست، باید برید درس بخونید، دست از مفاری و کسافتکاری بردارید. خب دیگه کی؟ بذار اینم ببینم کیا بودن دیگه این بچه های بعد. اینم یه بازیگر دیگه است که من به حضرت عباس نمیشناسمش. یه دقیقه بذار ببینم کیو نگفتم بهتون. آها، میگن آقای دوست عزیزمون که ما در مورد صحبت کردیم، هم همین که تبلیغ قمار رو اینا میکرده، یه توضیحی داده. توضیحشو بشنویم. جایی از دنیا داریم زندگی میکنیم که مثل همه جای دنیا بالاخره تبلیغات انجام میشه، تبلیغات انجام میدن، ولی اونی که تخلف میکنه، حالا هر جوری که میشه میره یا هست پاسخ باشه، اونی که باید فوش بخوره و جواب پس بده اونیه که تبلیغ کرده. ما نه دسترسی داریم نه تواناییشو داریم استعلام. تبلیغشو یادتونه؟ خب تو که دسترسی نداری غلط میکنی، میگی این یارو معتبره، همیشه میمونه، باید بمونه. خدا شاید آدم پشماش میریزه. جواب پس بده اونیه که تبلیغ کرده. ما نه دسترسی داریم نه تواناییشو داریم استعلام کنیم، و تا زمانی هم که قانونیشو میگم، و تا زمانی هم که اون طرف صاحب برند تخلف نکرده، که نمیتونن قصاص قبل جرم کنن، که طرف داشته تا 3-4 روز پیش تحویل میداده، 3 ماه شده 4 ماه 5 ماه ولی داشته میداده،
حالا الان نداده جمع کرده رفته، به من و کسانی که تبلیغ کردن ارتباطی نداره، اینو در جریان باشید. به هر حال من عذرخواهی کردم که این آداب عذرخواهی کردن همه یاد بگیرن، همه یه واکنشی نشون بدن، ولی به ما ربطی نداره واقعا. این هم از لول مسئولیت پذیری آقایون. حالا بازی خوبه، یه واکنشی نشون دادیم، واکنش خوبه، آدم ها یه چیزی یاد میگیرن. بقیه شون بهت قول میدم صداشو در نمیارن، واکنش گیری چنده. خب 23 هم میگن که اخبار اعلام کرده الان در مورد کوروش کمپانی. خبر 23 رو با هم بشنویم. مالک کوروش کمپانی متواری شد. شرکت کوروش کمپانی که با ادعای فروش موبایل آیفون 20 میلیونی نام خودش رو بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعدیل شده و مالک این شرکت متواری است. پلیس امنیت اقتصادی با تایید این خبر گفته در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است. این شرکت با استفاده از چهره‌های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری در تبلیغات گسترده خود در فضای مجازی با این ادعا که گوشی تلفن همراه 40 میلیون تومانی رو با حذف واسطه ها به نصف قیمت به دست مردم میرساند، اقدام به کلاهبرداری کرده. همین رسانه ها که امروز همشون تیز و بز شدن و یارو در رفته همه شدن رسانه، اون موقعی که این بابا داره کلاهبرداری میکنه در حد هشدار، نه اسم میلاد نوری رو میاره، نه اسم منو میارن، نه خودشون مینویسن، نه میرن یه کارشناس از تو دیوار پیدا کنن، هیچی، فقط همه میشن در خدمت اون کلاه برداره. تا یارو در میره همه استاد کوروش کمپانی میشن، همه متخصص پرونده کوروش کمپانی میشن. بد نیست، خوبه، خدا شکر از هیچی بهتره. الان که بهش بپردازن بالاخره یه چیزی مردم یاد میگیرن، نمیخواد اینا بقیه رو پروموت کنن. بذاریم من ببینم که چی میخواستم بگم. خب سلبریتی ها و سوابقشون رو گفتم. توی سلبریتی ها سوابق من این یارو خیلی چون رو نرممه، یه چند تو چیز ازش گوش کنیم با هم دیگه. خیلی این رو نرممه، چیکارش کنم؟ دینوش بختیاری رو من چه کتکی بهش میتونم بزنم؟ نصف وباموز دینوش بختیاری مگه داریم؟ مگه میشه؟ تبلیغ چیکار کرده؟ بذاریم اینجا چی تبلیغ کرده؟ گوش کنید. صداش بده، تبلیغ آرون گروپ رو داره میکنه. آرون گروپ چی بود؟ یه شرکت کلاهبردار تو تهران، شمش طلا نمیدونم چی میفروخت، الان هم رفته ترکیه و اینا. الان شما بزن آرون گروپ، آرون گروپس، کل بچه‌ی توییتر تبلیغشو دیدم دیگه. یه مدت کلن توییتر تبلیغ میکرد یارو فرزاد وجیهی، پولدارترین و موفقترین جوان ایرانی. برو همین الان تو رسانه‌های ایران بزن، به همه‌شون پول داده یه دور آرون گروپ رو تبلیغ کردن، فرزاد وجیهی رو پروموت کردن. یارو پرونده کلاهبرداری ایران داره در رفته، بیرون بیزنس کرده، از آمریکا دارن تبلیغش رو میکنن تلویزیون‌های آمریکایی، تا اینکه راحت سر مرغنده وسط دبی نشسته، ترکیه هستم، ترکیه نشسته داره بیزنس میکنه. من نمیدونم چرا تو ایران باید شما بمونید و ایران کاسبی کنید، وقتی میشه بیرون دزدی کرد، اینجوری جیب ملت رو زد صدایش کم در نیاد، تازه هم اونا هم بهشون پول بدی که حمایتت هم بکنه. یعنی این رسانه ها اینقدر دوزارین، 5 قرون میندازی جلوی رسانه، 15 قرون جلوی سلبریتیش، میشه اینی که داری میکنی. آرام گروپس متاسفانه معاون پلیس فتا رفته برای اینا تبلیغ کرده. من به کی برم بگم؟ کی؟ سال 2020. اینو گوش کن. سلام، اگه میخوای پولدار بشی با شرکت کلاسه رایگان آرون اندر معامله های آزمایشی تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای بشی، میتونی با 100 هزار تومان خلاصه که بخری درآمد میلیونی داشته باشی. درآمد میلیونی تبلیغ آرون گروپ توسط خانم بهنوش بختیاری. کمرم درد میگیره به قرآن اینو میبینمش، کمرم درد میگیره دیگه. چی ازش داریم؟ این چیه؟ بازم تبلیغ مویرگی به اینجور چه بختیاری. سلام بچه ها، کسایی که توی بازار ارزهای دیجیتال کار میکنن و دنبال خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر ارزهای دیگه هستن ولی نمیدونن کی و چه موقع بخرن و بفروشن و سود خوبی به دست بیارن، برن توی این پیج و از ترید کردن ارزهای دیجیتال لذت. تریدر و پیج سیگنال و وی آی پی تبلیغ میکنه. اصلا 2000 براشون فالووراشون مهم نیستن. 2000 امین فردین از مرده و زنده مردم ایران داره ارتزاق میکنه.
یعنی شما اونجا این بخواد مثلا در مورد یه آدمی رو خراب کنه پول میگیره، یارو تا زمانی که هست باش لایو میرفت که فالوور بگیره، یارو رو ایران برگردوندن استرداد کردن، دوباره داره برش ویدیو میسازه، دوباره داره ویو میگیره، ملت قهرمان همیشه در صحنه هم میرن ویدیوهاشو میبینن، 50K 100K ویدیوهای یوتیوب امین فردین داره ویو میگیره و ما به خودمون نگاه نمی کنیم. بابا جان یه بخشی از این قصه مسئولیت توه، نقش توه دیگه، اینجا که دیگه آخونده با چوب وای نستاده بکنه تو سوراخ‌های پت پشت ما، که اینجا که تویی، تو باید تصمیم درست رو بگیری، تو باید مسئولیت پذیر باشی، بهنوش بختیاری دیگه، همه چی هم که مقصر حاکمیت نیست، این که شما امین فردین رو دنبال میکنی که میگه شال گردن یارو قرمزه، کفش اینم قرمزه، پس اینا با هم رابطه جنسی دارن، پایینش هم کامنت قلب براش میذاری، آفرین بهت که آبروی اینا رو بردی دهنشون سرویس کردی دیگه. این انصافا دیگه من نمیدونم باید به کی مربوطش کردن، ولی مربوط به حاکمیت نیست، حداقل مربوط به شخص شماست که یه همچین دوزاریایی رو دنبال میکنید. همین فردین تو همین کیس هم پولشو در آورد، یه دور پوله رو در آورده تبلیغ کرده، الان هم 3 ویدیو براتون میسازه پشت پرده کوروش کمپانی، چی؟ که این کوروش کمپانی نمیدونم میخواستن بزنن این زمین، داشته ارزون میفروخته، اینا حاضر نیستن جنس ارزون دسته ها مشتری هاشون بدن، پشت پرده رو بیان ببینین، سپاه زدت زمین، این چیزا براتون تعریف میکنه، یه 100K هر کنون من این ویدیوهاش میخوره، به به چی از این بهتر، یعنی مرده و زنده یه داستانا رو اصلش پول در میاره و همین الان وب آموز 6 ساله داره کار میکنه پست وب، میخوام این شرایط رو بهتون بگم، غر دارم میزنم سرتون رو، این واقعیت جامعه ایرانه، وب آموز در بهتری حالا 10K پستش بیو میخوره پشت پرده، رو الان بهتون میگم پشت پرده که کلش چرت و پرته، یه دونه مطلب مستند نداره، هیچ دستگاه قضایی رو هم قبول نداره، هر کیو دوست داره میزنه، به خدا هم پاسخگو نیست، تو آلمان تو هیچ کاری با این بابا نمیتونی بکنی، مردم غیور ما در آلمان هم براشون مهم نیست، هر پستش 200K ویو میخوره. حالا صبر کنید که یه آدمی از آسمون ها پیداشه بیاد نجاتمون بده، صبر کنید یه قهرمانی سوار و اسب یه روز میاد هممون رو نجات میده، نه عزیز من دنبال قهرمان نگردید، ما خودمون تو خیلی چیزا مقصریم، خودمون بی‌مسئولیتیم، اینکه یارو میتونه $1,000 بپاشه تو صورت نصف فوتبالیستای مملکت، نه تنها خودشون میان بلکه رفیقاشون هم میان، اینکه سلبریتی ها میان برای $1,000، اینکه علی پروین داره تبلیغ میکنه، دیگه برادر من این دیگه که گیر خیلی بزرگتری داره که اصلا در تخصص من نیست. خب در مورد بریم فوکوس کنیم روی بحث، تموم بشه بحثمون. ببینید یه نکته بهتون بگم، توی شرایط فعلی تو ایران زندگی کردن یه شرایط ویژه است، یعنی شما مثلا یه کلیه نداری، وقتی دادستان نمیاد پیگیری نمیکنه، جلوی این کمپانی ها رو نمیگیره، یعنی شما یه دونه کلیه نداری، پس با یه کلیت باید بتونی کل بدن رو هندل کنی، یه چیزایی نداری تو، خب ولی زندگی هنوز دیگه، بدنت باید بتونه بقیه رو تنظیم کنه، چه میدونم نصف مجاری نمیدونم فلان، نصف ششت کار نمیکنه، با نصف شش تو باید بتونی زندگی کنی، پس شما نیاز به یه آموزه هایی داری که مثلا مردمی که در امریکا زندگی میکنن به اون آموزه ها نیاز ندارن واقعا، چون سک هست، کوف هست، زهروار هست، اینا دارن کارشون رو درست انجام میدن، موضوع این نیست که اینا کارشون رو درست انجام نمیدن، بخشش خلل قانونی واقعا، یعنی اینو نمیشه ایراد گرفت، کی باید این خلل قانونی رو درست کنه؟ مجلس. مجلس داره چیکار میکنه؟ من نمیدونم داره چیکار میکنه. ولی واقعیت اینه که یه بخشش خلل قانونیه، یه بخشش دستگاه قضاست که یارو کلاهبردار رو میگیرن، ولش میکنن، یه پابند بهش نمیزنن، یارو دودر میکنه میره. سینا استوی رو دنبال کنید. اصلا این کیس بی‌نظیره در تاریخ ایران. تا ایران بود به ما میگفت این جورجندی ضد انقلابه، رفته وی او ای، خاک بر سر، معانده، منافقه، کوفته، زهرماره، گرفتنش اومد بیرون، دیدیم سرمور گنده اومده بیرون، تبلیغاتش هم توی رسانه‌های ماهواره‌ای بود از صبح تا شب، بعد متواری شد، یه پابند به پایین نزده بودن، در صورتی که شما الان سرچ کن پلیس پابند، ببین به هر آفتاب دزدی یه پابند زدن، یارو 1,000,000,000,000 کلاهبرداری کرد از ملت،
اومد بیرون از من شکایت کرد. ببین چقدر قصه کمدیه. میگم میلاد واقعا تو شرایطی ویژه، یعنی این بچه‌هایی که یه ذره دارن هشدار میدن. یکی دیگه از بچه‌هام بود توی اینستاگرام، من نمیدونم اسمش، یادم رفته، ویدیوش هم خیلی وایرال شد، اونم الان داره، یکی بچه یادآوری کنه اسمش چی بود، بس ببینم اسمش چی بود، خدایا اونم خیلی خوب داره کار میکنه. البته خب آدم شناخته شده یه تو اینستاگرام، نیاز به اهورا، اهورام داره هشدار میده دیگه، یکی دوتا از بچه‌ها دارن هشدار میدن الان، دمشون گرم. اینا واقعا ویژن، یعنی همینید دیگه، شما که آمریکایی‌ها نباید برای این چیزا تو هشدار بدن، خودتون رو هشدار بدید. اهورا نیازی، آره دمش گرم، داره این کار میکنه. ولی میخوام بهتون بگم که یارو کلاهبردار از من شکایت کرد، متواریه، اطلاعات سپاه گرفتتش، یارو اومد رفت قوه قضاییه، عدس قوه قضاییه اومد بیرون، متواری شد. الان اروپا یه جایی با 1,000 میلیارد تومان دوباره کلاهبرداری پانزی عبا کرده، روزی 1% سود میده، استیکینگ روزی 1% سود، ماهی 30% سود، ملت قهرمانم هنوز دارن لایکش میکنن. خب ولی موضوع اینه که من هنوز باید برم دادگاه بادرود جواب پس بدم. دادگاه بادرود که این بابا همون شکایت کرده، حسابای بانکی منو بسته، موبایل منم مسدود کرده تو ایران. و ما الان 3 بار تا حالا رفتیم بادرود که آقا به حضرت عباس یارو رفته، نه که زنده است داره کار میکنه ها، رفت. تمام دنیا میدونن گلاورده، دست سر ما بکشید، خواهش میکنم، نمیخواد اما تشکر کنید، به قرآن نمیخواد کسی بیاد بگه جورج اندی تو 3 سال یقه این پدرسوخته رو گرفتی تا گرفتنش، 3 سال فوش میخوردی، 3 سال این یارو به تو انگ میزد، توی کانال 3 میلیونیش فوشت میداد، تحقیرت میکرد. اینا رو ما نخواستیم، به حضرت عباس ما اینا نخواستیم. آی قاضی ما رو ول کن دیگه، یه تبرئه به ما بده ما راضییم. ولی مملکت داره اینجوری کار میکنه که اون کلاهبرداره میره، حالا تو باید بری جواب قاضی رو بدی که چرا به یارو گفتی کلاهبردار، حالا یه دورم اونجا باید بری کتک بخوری، که دیگه اگه ایران باشی که حسابت هم بسته است، موبایلت هم مسدوده، حالا بیا برو هی بعد همجوری بدبخت و بدبختر میشی، خودت یه زندگی معمولی داری، حالا باید بری در برابر یه کلاهبرداری که 1,000 میلیارد پول دستشه، 10 تا وکیل پدرسوخته هم داره، بری مقابله به مصر کنی که کار بسیار سختی است. خب جمع‌بندی دوستان عزیزان، اگر مال باخته هستید یا تو پروژه مشابه هستید، حتما برید شکایت کنید، حتما به وکیل اعتماد کنید، وکیل بگیرید. من تجربه 7 سال دیدن این پرونده‌ها رو دارم بهتون میگم. نمیخوام از جمهوری اسلامی دفاع کنم، دارم بهتون میگم تنها راهت اینه. اگه میتونستی بیای اینجا FBI بری شکایت کنی، میگفتم بیا اینجا شکایت کن. نمیتونی داداش من، باید بری قوه قضاییه. من کنار کلاهبردار نمیشینم، بین کنار کلاهبردار نشستن و کنار قوه قضاییه نشستم، میشینم کنار همین قوه قضاییه، تضعیفش هم نمیکنم، دارم نقدش میکنم، نقد بسیار جدی دارم میکنم که کار نمیکنه. ولی تو راه دیگه ای جز ثبت شکایت نداری، کاری به حرفای من نداشته باش، برو ثبت شکایت کن. به این گروه های تلگرامی که بعدش زده میشه 20 تا، اینا هیچ کدوم اعتماد نکن، این دیتا ها غلطه، دیتا ها رو از منابع اصلی بگیر، از رسانه های معتبر بگیر، از خود قوه قضاییه بگیر، از مسئول پرونده بگیر، از وکیلت بگیر. گروه مال باخته ها رو خودشون میزنن، بعدم یهو که یارو پوله رو گرفت و 10 نفر پوله رو گرفتن، گروه رو میبندن، تو میمونی و چه میدونم حوزت. پس یادتون باشه نه به گروه های تلگرامی اعتماد کنید، نه به دار دسته اعتماد کنید، فقط به وکیل و ثبت شکایت. اینجور مواقع که خدایی نکرده یه همچین حادثه برات رخ داده، دلیلش هرچی که بوده بوده، الان برات رخ داده، برو دادگاه و ثبت شکایت کن. طول میکشه برادر من، خواهر من، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ممکنه طول بکشه، ولی تو برای اون آدم یه دردسری درست کردی که این نمیتونه آدمای بیشتری رو مال باخته کنه. 1 2 اگر قرار باشه 1 پنی قوه قضاییه پول برگردونه رو اون پرونده، اول به تو میدن. پس اینم یادتون باشه، خیلی پول داری اصلا برات مهم نیست 20 میلیون تومان، تو اتفاقا مسئولیت سنگین تری داری، تو که پول داری باید بیشتر خرج کنی، باید بری وکیل خوب بگیری. چرا؟ چون تو باید مراقب باشی از اون آدمی که پول نداره بره شکایت کنه یا وقت نداره بره دادگاه. طرف کارگر روزمزده،
نمیتونه بره دادگاه پاسگاه دنبال پرونده، تو میتونی. پس مسئولیت پذیر باشیم، برامون مهم باشه اون جامعه و اون آدما. در مورد کلاهبرداری پانزی با همه صحبت کنیم، این شوخی نیست، بسیار در ایران جدیه. همینطور که دارید میبینید قوه قضاییه دستگاه ناظر لحظه بعد از حادثه ورود میکنه. البته موردای بوده که پلیس امنیت اجتماعی بینی بین الله وقتایی هم وسط داستان اومده، مثلا هادی طلویی رو قبل از ثبت شکایت گرفتن. دمشون گرم هر کی که هست، منم اینجا از خاک آمریکا دستشون میبوسم و میدونم که بدونه که ما ته دلمون ازش راضی هستیم، ادامه بده به این رفتار. الان توی 4 ماه گذشته هم پیشگیری قوه قضاییه، اینا خبر خوبیه، کاری ندارم فضای سیاسی کشور چیه، این خوبه. ننه من الان یه اس ام اس گرفته که توش گفته ننه مراقب باش، این پروژه کلاهبرداریه، اینا پانزیه. دمشون گرم. الان ننه من حساس شده، تو گروه خانوادگی هم فرستاده. فارغ از این که دعوای سیاسی چیست، اینا یک کلاهبرداری، این که من ندونم پانزی چیه، دوستان تو این شرایط بعد اقتصادی میتونه زندگی یه آدمی رو نابود کنه. پس در موردش صحبت کنید توی بحث سیاسی که میکنید از صبح تا شب. لابلاش هم یه پرانتز باز کنید، در ضمن میدونستی این موبایل موسوی داره چیکار میکنه؟ کوروش کمپانی، همینطور که امروز براتون مهم بود اومدید حرف بزنید، هی دهن به دهن بگید مردم بدونن پانزی، آدمای بیشتری بدونن پانزی چیه، عاقبتش رو بدونن که طمع هم نکنن. خیلی هم میدونن میگن ما زود میریم یه دونه موبایل میگیریم دیگه. نه برادر من، اگر تو امروز موبایل گرفتی، اینو دارم میگم بهش فکر کن، اگر شما از کوروش کمپانی موبایل گرفتی، اون اختلاف قیمت موبایل آیفون که 20 میلیون تومنه رو از جیب یک بدبخت دیگه یارو کنده به تو داده، یعنی انگار دزدی کردی. این یادت باشه هر وقت به موبایلت نگاه میکنی یاد حرف من بیفت، تو این موبایل رو با 20 میلیون تومان پول دزدی گرفتی، نه با تخفیف. این آدم که نمایندگی نداشته که، این آدم که از جیبش خرج نکرده که، این آدم پول یه بدبخت دیگر اینجا خرج کرده، 20 میلیون به تو تخفیف داده. پس یادت باشه روزی که به موبایلت نگاه میکنی یاد حرف من بیفت، چیزی که ارزون داری میخری، جایی که داری سود میکنی. آقا من سود کردم جورجندی، پروژه چیچی کفت زهرمار، ما 6 ماه توشیم داریم سود میگیریم. روزی که این پروژه متوقف بشه که میشه، سودایی که تو کردی عکس مال باخته رو ببین، این مال اوناست. حالا اگه از گلوت پایین میره تو یه دزدی، تو یه کلاهبرداری. نرو تو خیابون داد بزن بگو نمیدونم الان کیه شریفی دزده. اگر موبایل شما از کوروش کمپانی گرفتی، فقط شریفی دزد نیست، تو هم شریکشی. این یادتون باشه، حجت الاسلام جورجندی اینو اعلام میکنه، تو شریک این کلاهبرداری هستی چون زینفشی. هر آن کس که زینفه، خودتون برید پول برگردونید، خودتون برید نمیدونم به مال باخته ها پول برگردونید. میکنید این کارو به حضرت عباس که من ندیدم بکنید، ولی اگه نمیکنید شرمشو حداقل داشته باشید. این که من سود، اگه دیدی یه آدمی اومد گفت من سود کردم، من که گرفتم موبایلو با 4 انگوش از سمت من بزن تو دهنش. من 6 ماه تو پروژه کوف دارم سود میکنم. آجورجندی تو غلط میکنی، داری سود میکنی، این سود نیست، این پول اون پیرزنیه که فردا با پلاکارد وای میسته. الان من جلوی یه پدر سوخته وایستدم که یارو تو دبی، همین الان یارو رفت پیشش، خوشبختانه دبی شده مکان همه این کلاهبرداری پدر سوخته. ترکیه هم یه لونه ای داشتن که یه ذره خراب شد خدا رو شکر، الان همه دبی. به لطف قدرت غول منطقه این کلاهبردار بی پدر مادری پا میشه میره دبی، از اونجا دوباره بساط میکنه رو مردم ایران. فرزین فردین فرد امروز همین الان به باموزو بزنی بالا نمیاد، صبح زور شب داره وارد دیداس میکنه. پس صبح ما میشیم ریپورت های گوگل رو جواب میدیم که آقا این مطلب شما کپی رایت کلیم داره. من فقط به خاطر عکسی که از یه پیرزن دیدم که پلاکارد یونیک فاینانس دستش، تا زندم دستتن یارو برمیدارم، مطلب میمونه اونجا. ولی چه امیدی هست؟ امید به اجرای عدالته. کدوم عدالت؟ من که امیدی به اجرای عدالت ندارم، ولی من حتما برای این پدر سوخته دردسر درست میکنم، همون کاری که تو عاد میکردی. شما خیلی قبلترش باید این کار میکردی، شما با تو رسانه ایران الان همه باید فرض فرد فرد رو میشناختید. میشناسید؟ نمیشناسید. 5 بیلیون دلار جیب مردم منطقه رو زده، بیلیون دلار، نه میلیون دلار، 5 بیلیون دلار. ولی هممون از صبح تا شب داریم فوش میدیم به این و اون رو، نمیدونم رسانه ها.
ولی این پدر سوخته ها رو نمیشناسیم. گرونترین ماشین دنیا رو سواره، گرونترین پلاک ماشین دنیا دست این باباست تو دبی. هیچ کس هم اسمش رو نمیشناسه. من به انگلیسی نوشتم مطلبش رو، تمام دنیا رو انداخته به جون من که این مطلب حذف شه. من این مطلب حذف نمیکنم داداش من، زور اضافه نزن. هستم تا زور دارم، هست تا بالاخره نفس میکشم این مطلب میمونه تو بهواموس. حالا دیداس کن ما رو. شما موبایلی که میگیری پس یادت باشه یه مسئولیت اجتماعی داری، مراقب خودتون باشید. حرف اون تمومه. دوستان شرایط فعلی کشور هر چی که هست رو بذارید کنار، شما دارید زندگی میکنید. بازم تاکید میکنم چون دارید زندگی میکنید به همدیگه با اطلاع رسانی میتونید شرایط بهتری داشته باشید، میتونید حداقل شرایطتون بدتر نشه. اینا خیلی مهمه دیگه. باز تاکید میکنم در مورد کلاهبرداری هشدار بدید. آدمایی مثل میلاد نوری رو پروموت کنید. خدا لعنت کنه اون رسانه هایی که اسم این آدما رو نمیارن. جورجندی رو ولش کن آقا. جورجندی که اصلا بابا این یارو بنده خدا جاسوس CIA، این که اصلا آمریکاست، اینو ولش کن. جورجندی رو اسمش رو کسی نمیاره، این از افتخارات من تا آخر زندگی خواهد ماند. خب اینو ولش کن. ولی میلاد نوری این وسط تهرانه، اگر روزنامه‌نگاری اسمش میشناسه من، میلاد نوری ها که خیلی دیگه هستن که اومدن تو این حوزه، اینا رو پروموت کنید که اون پدر سوخته ها حداقل بابا بترسن بیان اینا شکایت کنن، حداقل بترسن اینا رو تهدید کنن. ولی متاسفانه میبینی رسانه بر معکوس کار میکنه، قوه قضاییه هم یه جورایی در خدمت ایناست دیگه. دیگه هر کی پول بده قوه قضاییه هم 10 تا وکیل میندازه به جون این که آقا به ما تهمت زدن، آقا افترا زدن. الان تو بیا به موبایل موسوی کسی میتونه علمی کلاهبردار میتونید بگید؟ نمیتونید بگید. فردا برای پرونده باز میکنه، میره تا 6 ماه دیگه که این پدر سوخته یا در بره یا یه جایی مال باخته زیاد شه. بعد تو چی؟ تو بدبخت با 6 تا پرونده قضایی باید بری جواب پس بدی. قوه قضایی که اینجوری کار نمیکنه که قاضی نگاه کنه میگه بله تو پس گفتی، دمت گرم، بیا دست و پات رو ببوسن. حداقل رسانه ها حمایت کنه. مراقب خودتون باشید. اگر نکته ای بود توییت کنید. الان گویا همچنان شرکت موبایل موسوی شلوغه. انشالله دعا میکنم که اونجا هم به هم بریزه، این پدر سوخته هم دست از کلاهبرداری برداره. ولی این خیلی بابه، این کلاهبرداری پانزی در ایران خیلی بابه. مراقب خودتون باشین دوستان. سعی میکنیم این اتاقا رو یه ذره بیشتر کنیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.